ایران محور امید چشم برای یک دولت جامعه محور برای ایران و کشورهای شمال آفریقا کمال آذری تهیه و پخش مجله اینترنتی آوای بوف آوای بوف کردار کروش نوعی هویت ایرانی به وجود آورد همان گونه که موسا در سفر خروج هویت یهودی را به وجود آورد در واقع ای بحثا که داستان سفر خروج موسا ملهم از رفتار کروش باشد حدود پنجاه سال بعد از کروش تورات یا عهد عتیق به دستور داریوش گردآوری شد تا به یهودیان هویت ببخشد تا جایی که میدانیم وجود موسا حقیقتی تاریخی نیست هیچ سندی از مهاجرت یهودیان از مصر وجود ندارد اما وجود کروش حقیقتی است تاریخی به احتمال بسیار زیاد معلفان تورات تحت تاثیر داستان ایران به دست کروش قرار گرفته بودند. با وجود تلاش برای تحمیل دیدگاه تمدن گرایانه غربی بر تاریخ ایران، ایرانیان دچار روانپریشی فرهنگی نیستند. اسلام به زور بر ایران تحمیل نشده است. ارتش های عرب که خیلی سال پیش به ایران حمله کردند سرسله ساسانی را به زور از میان برداشتند اما اسلام را تحمیل نکردند ارزش های معرفتی ایرانی به رشد بذرهای اسلامی ساده در ایران کمک کرد ایرانیان از رونق و آزادی اجتماعی که شهرهای اسلامی فراهم کرده بودند استفاده کردند تا بر اساس هویت خودشان در محیطی نسبتاً آزاد در زندگی شخصی رونق و شکوفایی ایجاد کنند این همه یک دوران طلایی اسلامی به وجود آورد که با تحمیل قانون شریعت که در تلاش برای به دست آوردن سلطه سیاسی به کار گرفته شد به پایان رسید. فصل دوم خلاصه ای از تاریخ دولت مدرن دولت مدرن در زندگی روزمره ما بی نهایت مهم است. این دولت تقریبا نیمی از درآمد ما را با وضع مالیات می گیرد. تولد، ازدواج و مرگ ما را ثبت می کند. فرزندان ما را آموزش می دهد و حقوق بازنشستگی ما را می پردازد. برای ملزم کردن ما و در مواردی برای اعمال حکم نهایی دایر بر حفظ حیات یا فرمان مرگ ما نیروی بی دارد. با این همه ما به دشواری می توانیم بگوییم که دولت دقیقا چیست؟ کریستوفر پیرسون دولت مدرن 1996 ترقی اروپا و پایان دوران طلایی اسلامی پس از سقوط امپراتوری روم ساختار سیاسی اروپا بین قرنهای پنجم و پانزدهم میلادی آشفته و در برابر حمله های مداوم آسیب پذیر بود با توجه به این بی‌ثباتی سیاسی در پنج قرن اول قرون وسطا دستاوردهای فرهنگی محدودی وجود داشت شیوع مرگ سیاه در سال 1346 میلادی و در پی آن بیماری های مرگبار دیگر قهطی های وحشتناک و جنگ های مختلف پیش زمینه برای مردم غرب اروپا در این زمان به وجود آورد. اروپاییان این دوره همواره از این موضوع آگاه بودند که زندگی ناپایدار است در نتیجه برای زندگی انسان چه زندگی خودشان چه زندگی دیگران کمتر ارزش قائل بودند جامعه به طور کلی بسیار فقیر بود غذا کمیاب بود و سرپناه محدود مردم بر سر منابع کمیاب رقابت می کردند و برای دستاوردهای کوچک خطرهای بزرگی را به جان می خریدند. می که در این وضعیت اجتماعی فلاکتبار موفقیت امری موقتی است. برای آنان زندگی تلاشی پرخطر بود. کشف و فتح قلمروهای جدید بخشی از این خطرها بود. قماری نومیدانه برای کسب موفقیت سقوط شهر مسلمان نشین قرناته در دوم ژانویه 1492 میلادی به دست نیروهای فرمان کاتولیک ایزابلای اول ملکه ای کاستیل و فردیناند دوم پادشاه به حکومت نزدیک به هشت قرن مسلمانان بر اسپانیا پایان داد و یکی از پر افتخارترین فضلهای تاریخ اسلام را بست گنجهای غارت شده در این فتح منبع مالی سفر کریستوف کولوم را فراهم آورد و آغازگر اصر اکتشاف شد این پایان خشونت آمیز سرنوشت جوامع اسلامی متساحل شهری و فرهیخته را رقم زد این رویدادها پایان اروپای قرن وسطا و آغاز دولت مدرن را نشان میدهد عصر صداگری آغاز شده بود و تا زمانی ادامه یافت که اروپاییان کنترل آبهای دنیا را به دست گرفتند بازاری جهانی به وجود آوردند و فرهنگشان را در سراسر دنیا رواج دادند. سیل طلا و نقره سبب تورم همیشگی در اروپا شد. اساس ثروت در اروپای قرون وستا زمین بود و زمینداران زندگی خوبی داشتند. اجاره زمین برای آنها کافی بود و همه مستاجران برای زمین داران کار میکردند و سهمی از برداشت را نیز به آنها میدادند. سرازیر شدن فلزات گرانبها به اروپا قیمت کالاها را به شدت افزایش داد. زمینداران که درآمد ثابتی داشتند از نظر مالی ضعیف شدند و مستاجران شاهد کاهش ارزش واقعی بدهیشان شدند. اسپانیا و پرتغال کشورهایی که بیشترین طلا و نقره را به دست آوردند ظرفیت کافی برای تولید نداشتند اما برای قلمرو جدید خود نیازمند کالا و لوازم ضروری بودند. هلند انگلیس و فرانسه امکانات تولیدی را برای تهیه این کالاها به وجود آوردند و در سالهای بعد به مراکز تولید صنعتی و مالی تبدیل شدند. معرفی محصولات جدید از قاره آمریکا نیز سبب دگرگونی‌های اساسی در کشاورزی اروپا شد. غذای عمده اروپاییان قرون وسطا گندم و غلات دیگر بود. یک جریب زمین که در بهترین حالت حدود هشت گالون گندم تولید می کرد می توانست دو یا سه برابر ذرت به بار آورد. کشاورزان هر چیز را که استفاده نمی کردند به عنوان غذا به دامهای خود می دادند و در نتیجه امکان دسترسی به گوشت را بیشتر می کردند. با این همه این سیب زمینی بود که دیگرگونی واقعی را به وجود آورد. یک جریب زمین می آنقدر سیب زمینی تولید کند که برای تغذیه یک خانواده بزرگ کافی باشد و با تهمانده آن میشد غذای چند خوک را هم تمین کرد. علاوه بر این گوجه فرنگی، کدو حلوایی، کدو تنبل، حبوبات و سبزیجات دیگر هم از را رسید تا رژیم غذای اروپایی را تغییر دهد. مستعمره های جدید در آمریکا از منابع دیگر دنیای جدید نیز بهره برداری کردند. الوار و توفال های چوبی، تناب کنفی، غیر و خز و رنگ هایی چون نیل و چوب سرخ برزیل، ماهی خشک شده، روغندانی کتان، انواع پوست و بسیاری از مواد خام دیگر ضروریات اقتصاد صنعتی در حال رشد را تأمین می کرد و این توانایی را به اروپاییان می داد که ارتش قدرتمند تشکیل دهند و کشتی های نظامی بسازند. چیزی نگذشت که آنان با کالاهایشان که برای تجارت با هند و چین استفاده میشد بر دنیا تسلط یافتند کاشفان و کاوشگران جای اشرافیت زمیندار را میگرفتند و تولید کنندگان و بازرگانان به زودی به طبقه حاکم اروپا تبدیل شدند. در مقابل افول ایران و کشورهای اسلامی دیگر ادامه یافت. شکست ارتش عثمانی در خارج از دروازه های وین را آغاز افول قدرت منترین کشور اسلامی می دانند. پیدایش دولت مدرن تعریف دولت مدرن در طول زمان تحول قابل توجهی یافته است و تاریخ دولت‌های مدرن روند این تحول را نشان می‌دهد. ماکس ببر جامعه شناس دولت مدرن را اجتماعی سیاسی تعریف می کند که دارای نظم اداری و حقوقی است و قدرت حاکم بر شهروندان و هر گونه اقدام در درون قلمرو مستقل خود را دارد و حق دارد در حوزه قضایی به طور مشروع از زور یا نیروی فیزیکی استفاده کند. بقیده کریستوفر پیرسون ویژگی های چنین دولتی شامل حق انحصار، داشتن قلم رو، استقلال، قانون سالاری، قدرت بیطرف، بروکراسی، اختیار و مشروعیت، شهروندی و مالیات بندی است. دولت مدرن ریشه در خلایی دارد که مبارزات مذهبی قرنهای 16 و 17 میلادی آن را به وجود آورد. با توجه به ریشه های مفهومی آن در پیمان وستفالیا و درک متعاقب آن از مفهوم استقلال می توان منشأ پیدایش واقعی دولت های ملی مدرن را در اروپای قرن هجدهم و به ویژه حضو پادشایی های خودکامه در فرانسه یافت. فرانسه قرن هجدهم پس از آنکه لوی چهاردهم پست یا مقام صدراعظمی را منحل کرد او و جانشینانش وزیرانی را منصوب کردند که در وظایف بسیار متمایز خود قدرت تعیین کنندهای داشتند وزیران شاه در بند وفاداری به خاندان ها، تایفه ها یا همپالگی های خاصی بودند و تقدم جرگه و خاندان با مدرنیزاسیون سیاسی و گسترش اقتصادی در نیمه آخر قرن هجده هم در تضاد بود. در نتیجه طبقات مرفع فرانسه شامل نخبگان سیاسی به صورت جناهای متعددی از هم پاشیدند. رقابت و بیاعتمادی حاصل از این قبیل ها به جای حمایت از تمامیت رژیم موجب طرفداری از وزارت خانه های خاصی شد و از تبادل لازم برای گسترش اقتصادی جلوگیری کرد این طرفداری در نظام فئودالی ریشه داشت که در آن واسالها در ازای استفاده از زمین به ارباب قول وفاداری میدادند و اصناف تجارت را در سطح محلی به شدت کنترل کردند. اما فرانسه تا قرن هجدهم با افزایش فرصت برای تجارت ملی و بین المللی در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد فئودالی گام برداشته بود. در طول قرن هجدهم فرانسه یک دوره گذار را که حداقل دو قرن در جا بود ادامه داد و به سوی نظام صداگری حرکت کرد نظام صداگری اصطلاحی است که گاهی مجموعه ای از تعاریف متناقض را به همراه دارد در فرانسه ی قرن هجدهم صداگری بدین معنا بود زوال سیاست های تجارت به شدت طرفدار حمایت از صنایع داخلی شهرها و قلم روی شاهزادگان با شکستن مرزهایی که این دو نو بازرگانی فاقد رقابت را از هم جدا می کنند در نتیجه باز کردن راه برای یک بازار ملی در حالی که بازرگانان بازارهای ملی و بین المللی را شناسایی کردند و به آنها دسترسی یافتند، فشار برای متحد کردن دولت را آغاز کردند. هدف افزایش قدرت در امور خارجی و ترغیب به انباشت ثروت بود. با این حال در حالی که تجارت از یک نظر از قید قلم روی شاهزادگان و اصناف و تجار محلی آزاد شده بود از مقرراتی که برای آن وضع میشد رهایی نیافته بود حمایت از صنایه داخلی همان گونه که بر بازار فئودالی مبتنی بر اصناف تأثیر گذاشت در اینجا نیز نقش داشت به بیان ساده نظام صدایری جدید را نمی شد از فرهنگ و تاریخ فرانسه جدا کرد. در این نظام روابط اقتصادی کماکان غرق در روابط اجتماعی معمول باقی ماند و حتی هرچه بازارها بیشتر توسعه میافتند چون تحت سلطه ی نظام سوداگری بودند رواج و رونقشان تحت کنترل یک نظام اداری متمرکز بود که هم زندگی خانواده های دهقان و هم زندگی ملی را زیر بال و پر خود نگه می این بازارهای جدید مسلما بعضی از انواع ساختارها و تعاملهای اجتماعی و سیاسی را تغییر دادند با این حال فرانسه هنوز آمادگی ایجاد ظرفیت برای اقتصاد مستقل را نداشت همان گونه که هیل برانر اشاره می کند بازارها چه در داد و های قبایل بدوی که در آنها کالها به طور تصادفی روی زمین انداخته می شد و چه در بازارهای مکاره و سیار قرون وسطا با نظام صداگری یکسان نیستند نظام بازار یا صداگری چیزی بیش از نوعی ابزار برای مبادله است. این نظام سازوکاری است برای تداوم و حفظ تمامیت یک جامعه در قرن هجدهم سودگری فرانسوی به معنای کار برای افزایش ثروت کلی جامعه با کمک به طبقه تاجر در حال گسترش بود. ابزارهای به کار رفته برای تحقق این موضوع وضع مقررات و حمایت از صنایع داخلی بود. اما استفاده موثر از این ابزارها به تشکیل دولت مرکزی قدرتمندتری نیاز داشت. تلاقی های علم و فناوری، رشد بازرگانی و درک نیاز به روشی موثرتر و متمرکزتر برای وضع مقررات هم در امور داخلی و هم در سیاست خارجی، تغییر عظیمی را به وجود آورد. دیری نگذشت که سرعتی شدن اقتصادهای آزاد، سیاست تجاری و ساختن نظامهای مدنی و سیاسی جدید به نگرانیهای اصلی تبدیل شدند که هم ایدئولوژی و هم روش عمل را رو شکل دادند. شارل د سکوندا و بارون د مونتسکیو تاثیر چشمگیری بر این تغییر گذاشتند. روح و تفکیک قوا مونتسکیو رساله تاثیرگذارش را با عنوان روح در سال 1748 میلادی نوشت یعنی زمانی که فرانسه در تلاش برای تغییر حقایق داخلی و خارجی بود یکی از ویژگی های مهم توصیه های او برای اصلاح اجتماعی سیاسی مفهوم آشنای جداسازی قدرت ها در قوه های مغننه، مجریه و غذایی دولت بود. نظریه های او به ویژه این مفهوم در شکل گیری دولت آمریکا نقش مهمی داشت. مونتسکیو دل مشغولی های نظری پردازان سیاسی از قبیل جان لاک را نداشت که بر حقوق طبیعی بشر تاکید می کرد یا جان جاک روسو که از قانون مبتنی بر اراده عمومی مردم حمایت می کرد. برخلاف وطن پرستان آمریکایی که بعدها آمدند مونتسکیو پوپولیست و مردم باور نبود وی با دموکراسی مستقیم یا مشارکت عموم شهروندان در مباحثات، تصمیمگیریها ها یا اقدامات اداری عمومی سرسختانه مخالفت می کرد. باعیده او پروازه است که مردم نباید به جز انتخاب نمایندگان هیچ سهمی در دولت داشته باشند و از آنجا که بیشتر شهروندان توانایی کافی انتخاب نمایندگان را دارند ولی واجد شرایط انتخاب شدن نیستند و مردم با اینکه می توانند دیگران را برای زمامداری امورشان فراخوانند خودشان نمی توانند کار زمامداری را انجام دهند مونتسکیو همچنین شخصیت انقلابی نبود که از برانداختن دولت موجود حمایت کند و با آنکه با استبداد به معنای اعطای کل قدرت دولتی به یک شخص یا دستگاه مخالف بود اما ضد حکومت سلطنتی نبود او به قدرت الهی پادشاه از آن داشت اما هشدار میداد که پادشاه ها می توانند فاسد باشند و به حاکمان ستمگری تبدیل شوند این وضعیت زمانی می تواند پیش آید که پادشاه شهرها یا افراد مردم را از مزایای برحق آنها محروم کند. مونتسکیو بحث درباره تفکیک قوا را با بیان این مطلب آغاز کرد که برای دستیابی به آزادی سیاسی لازم است دولت به گونی تشکیل شود که نیازی نباشد که هیچ کس از دیگری بترسد. او برای تعیین چگونگی رسیدن به این هدف ابتدا سه نوع قدرت یا قوه موجود در هر دولت را توصیف کرد. قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضایی به اعتقاد او قرار دادن این قوا در دست اشخاص یا دستگاه های مختلف الزامی بود او به ویژه جداسازی قوای قانونگذاری و اجرایی را مهم می دانست زیرا اگر این قدرت ها قرار باشد در دست یک شخص یا مجمع قرار بگیرد قوانین استبدادی میتواند تواند بی هیچ مخالفتی هم تسبیب و هم به اجرا گذاشته شود اگر شرایط تفکیک قوا فراهم نشود، آزادی نمیتواند به معنایی که مونتسکیو تعریف می کند به دست آید. او با استفاده از قانون اساسی بریتانیا به عنوان یک نمونه ساختار دولتی زیر را پیشنهاد می کند. نخست قدرت قانونگذاری باید به دو دستگاه واگذار شود. یکی که نماینده طبقه اشراف باشد و از موجودیت و مزایای آن در مقابل حسادت توده مردم محافظت کند و دیگری نماینده مردم عادی باشد. قوه دوم نباید از سوی توده عموم ملت انتخاب شود. بلکه شهرها یا منطقه هایی که ساکنان آنها با خواسته ها و منافع ملت بهتر آشنا هستند و درباره ظرفیت همسایگانشان بهتر قضاوت می کنند باید آن قوه را انتخاب کنند. بنابراین دو دستگاه قانونگذار برای نگهبانی و نمایندگی دو طبقه اجتماعی یا دو گروه با منافع متفاوت در جامعه عمل می کنند و تضمین می کنند که هیچ یک نتواند دیگری را نادیده بگیرد. مونتسکیو همچنین پیشنهاد داد که در حالی که قوای مقننه و مجریه باید در ترکیب و قدرت متمایز از هم باقی بماند، قوه مجریه باید نسبت به مصوبات قوه مقننه قدرت مخالف داشته باشد. ولی در حالی که قوه مقننه نباید حق مشابهی برای تعویق یا جلوگیری از اقدام اجرایی داشته باشد باید بتواند بررسی کند که قوانین مصوب آن قوه به, به چه صورت اجرا شده است با آنکه مونتسکیو به حق الهی پادشاهان و اختیار اشرافیت موروسی باور داشت به چند مسئله پرداخت که تا امروز هنوز حائز اهمیت است یک درک نیاز به تمرکز در هدایت سیاسی خارجی و جنگ و در تعیین مقررات بازرگانی برای رشد اقتصادی دو مسئله منافع منطقی یا زیر مجموعه منافع ملی در قانونگذاری ملی سه مفهوم حق فرمایی قانون که باید به عنوان پشتیبان منافع طبقه سلطنتی و اشراف به رسمیت شناخته شود. چهار تفکیک قوا با نظام کنترل و تعادل. پنج نقشی که مردم باید در نظام جمهوری خواهی بازی کنند. مونتسکیو مانند آدم اسمیت در قرن هجدهم زمانی آرای خود را تدوین کرد که در آن نظام صداگری داشت راه را برای ایده های کار بازارهای گسترش یافته و نیاز به کنترل متمرکز تر بازرگانی برای انباشتن ثروت ملی باز می کرد. هندیشای مونتسکیو در نگارش قانون اساسی آمریکا و توسعه دولت آمریکا نقش اساسی بازی کرد اما این امر مهم است که به یاد آوریم اندیشه های او با در نظر گرفتن اقتصادهای قرن 21 نوشته نشدند. در سال 1748 میلادی تشکیل نهادهای اقتصادی مانند شرکت‌های چند ملیتی بزرگ که از نظر ثروت و قدرت میتوانند با دولت‌های ملی رقابت کنند حتی پیش هم نمیشد ولی در این باره استثنا می تواند کمپانی هند شرقی بریتانیا باشد که قدرت ای داشت و در سرکوب های آمریکایی که به حرکت برای استقلال آمریکا انجامید نقش عظیمی بازی کرد. کمپانی هند شرقی همچنین کنترل زیادی بر سیاست بریتانیا در زمینه دو کشور هند و چین داشت. این شرکت در سال 1874 میلادی در نتیجه قانون بازپرداخت سود سهام هند شرقی که یک سال قبل تصویب شده بود منحل شد. پیش از آن نیز قانون دولت هند آن شرکت را روی دست مانده، ضعیف و از کار افتاده تلقی کرده بود. بنیانگذاری ایالات متحده آمریکا تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1789 میلادی تولد یک ملت جدید، ساختار حکومتی جدید و بنیان جدیدی برای گفتمان سیاسی را رقم زد. این موارد همراه با هم الگوی جدید دولت مدرن را به وجود آوردند. ایالات متحده آمریکا شکل جمهوری حکومت را به کار گرفت که تا آن زمان امتحان نشده بود. جامعه آمریکایی از ملت‌های بریتانیایی و اروپایی که پیشتر آمریکا را استعمار کرده بودند، نسبتاً دور افتاده بودند و اقتصاد آنها در حال ورود به دوران صنعتی شدن و سرمایهداری بود و برگرفته و ملهم از کتاب دگرگونساز آدام اسمیت و نظریه اقتصادی او در کتاب ثروت ملل بود که در سال 1776 میلادی به چاپ رسیده بود. قبل از اینکه به جنبه های اصلی مباحثی که با بنیانگذاری ایالات متحده آمریکا همراه بود نگاهی بیاندازیم خوب است بپرسیم چرا دولت آمریکا به طور خاص جایگاهی با این میزان اهمیت در بحث چگونگی به وجود آمدن دولت مدرن دارد با آنکه استعمارگران پیشینه های ملی مشترکی داشتند شرایطی که در قلمرو تازه تصرف شدهشان با آن روبرو بودند با شرایط کشورهایی که در آن سوی اقیانوس اطلس پشت سر نهاده بودند بسیار متفاوت بود پس از گذشت بیش از یک قرن در این خاک جدید آنان آداب و رسوم اجتماعی سنتها اصول راه و رسم بازرگانی، صنعتی و کشاورزی و نهادهای سیاسی خاص خود را به وجود آورده بودند. بخشی از جمعیت آمریکا به دلیل جدایی حاصل از فاصله و این احساس روز افسون که دولت های حاکم بر آنها نه منافع و نیازهایشان را درک می کنند و نه از آنها محافظت می کنند دو نوعی حس از خود بیگانگی و انزجار شدند. مستمر نشینان این احساس را در شعار انقلابی بدون نماینده مالیات نمیدهیم با قدرت بیان کردند. در حالی که مستعمره ها سابقه تجزیه مشترک داشتند اما این سابقه هرگز مانند تاریخ انگلیس یا فرانسه یک پارچه یا نهادینه نبود. به معلفان قانون اساسی آمریکا برگه کاملا سفید داده نشد که روی آن قانون اساسیشان را بنویسند. آنان فرصت بیشتری داشتند که قواعد معمول را بشکنند و در طراحی دولت جدیدشان خلاقیت به کار برند. آنها می توانستند از فیلسوفان قدیمی متعدد و نیز تجربه و خرد خود کمک بگیرند. استعمار آمریکا سرانجام سرمشقی شد برای تغییرات اقتصادی در حال وقوع در سراسر جهان نظام فئودالی صنعت که در آن تولید صنعتی در انحصار سنفهای بسته بود از برآوردن نیازهای روزافسون بازارهای در حال گسترش عاجز شده بود نظام تولید سنتی جای آن را گرفت و تقسیم کار میان سنف های محدود و در بسته با پیدایش تقسیم کار در هر کارگاه مجزا از میان رفت. در نهایت حتی این روش نیز ناکارآمد بود و تولید صنعتی جای خود را به غولی سپرد به نام صنعت مدرن که بازار جهانی را بنا نهاد. بازاری که کشف آمریکا راه را برای آن هموار کرد. اکنون به بررسی اجمالی اصول، نهادها و روابطی میپردازیم که قانون اساسی و الگوی جدید دولت مدرن در این کشور آنها را شکل داد. بسیاری از مسائلی که مونتسکیو مطرح کرد در مباحثات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دوباره بررسی شد. یک قدرت هایی که باید به یک حکومت مرکزی واگذار شود و قدرت هایی که باید در هر ایالت جداگانه باقی بماند. دو جداسازی قوه های مجریه مغننه و غذایه و میزان قدرتی که باید به هر یک داده شود و کنترل ها و موازنه هایی که هر قوه باید در برابر دو قوه دیگر اعمال کند. سه شکل دهی مناسب قوه مغننه چهار نمایندگی منافع ایالات مجزا از هم در سطح ملی پنج توانایی عموم مردم برای شرکت در بحث و تصمیم گیری درباره مسائل عمومی در سال 1781 میلادی مستعمره های تازه استقلال یافته یک انجمن دوستی تأسیس کرده بودند که تعریف آن بر مبنای مباد یا اصول کنفدراسیون بود اما کنگری که بر اساس این تعریف به وجود آمده بود قدرت اندکی داشت هدف آشکار آن انجمن هدایت جنگ بود و هر یک از سیزده ایالت جدید در آن دسته از مسائل مربوط به سیاست گذاری که با سراحت به کنگره تفیز نشده بود استقلالشان را حفظ می کردند. این موضوع به زودی موجب نارضایتی شد زیرا ایالت ها پول بی ارزش چاپ کردند و بر یکدیگر تحمیل عوارض کردند و با ملت های خارجی پیمان های جداگانه بستند زمین و دیگر اموال بدهکارانی که از باز پرداخت وام بودند ضبط شد و آشوب و شورش شهروندان افسایش یافت مستعمره ها که از قوقا و هرج و مرج می ترسیدند با کنوانسیونی موافقت کردند که شکل موثرتری از حاکمیت و امنیت را تعریف کند نمایندگان کنوانسیون قانون اساسی در سال 1787 میلادی در فیلادلفیا با هم ملاقات کردند تا اصول و ساختارهای دولت جدید را به این شهرها تعریف کنند. حکومت این دولت باید نه با اعطای حق نمایندگی به طبقات مختلف اجتماعی یا جایگاه اجتماعی آنها بلکه با اجازه دادن به عوامل یک نظام فدرال مردم از یک طرف و ایالات از طرف دیگر برای داشتن نماینده در حکومت مرکزی تعادل داشته باشد. این نکته آشکار بود که به تمرکز بیشتر احتیاج است اما به چه میزان و در دست چه کسانی در پاسخ به این پرسش فورسیت ادعا می کند که اکثریت نمایندگان روی این سه اصل اساسی توافق کردند. یک مردم و نه حق الهی باید منبع اختیار در جمهوری جدید باشد. دو شکل جمهوری حکومت باید بر اصل انتخاب برای زمامداری استوار باشد نه وراست س مفهوم تفکیک قوای مغننه مجریه و غذایه باید به کار گرفته شود در چهارچوب کلی آن توافق برای روش اجرای اصول توافق شده اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشت یکی از زمینه توافق نکردن به اصل انتخابات و نقش مردم در انتخابات مسئولان فدرال مربوط می شد. وقتی ترس از یک پادشاه مستبد از میان رفت در برابر نارضایتی و شورش گسترده احتمال استبداد اکثریت مورد توجه قرار گرفت. اگر اکثریت مردم عادی کسانی که سواد کمتر، اموال کمتر، موقعیت اجتماعی پایینتر و قدرت کمتر دارند مسلط شوند، موقعیت اقلیت مرفع به خطر می افتد. چون قوه قانونگذاری موثرترین قوه به شمار می آمد، برنامه انتخاب اعضای کنگره به طور خاص مشکل ساز از کار درآمد. با پیروی از مونتسکیو نمایندگان تصمیم گرفتند که دو مجلس وجود داشته باشد تا نه تنها درباره قانونگذاری سنجیده دیگر را کنترل کنند بلکه نمایندگی دو زیرساخت مختلف را نیز به وجود آورند مجلس ایان یا مجلس سنا نمایندگی دولت ایالتی را یکسان انجام خواهد داد و بدون توجه به تعداد جمعیت هر ایالت دو سناتور خواهد داشت و این سناتورها به روشی که هیئت مقننه هر ایالت تعیین می کند انتخاب خواهند شد. اعضای مجلس نمایندگان بر اساس و به نسبت تعداد جمعیت هر ایالت با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. این طرح قانونگذاری دو مشکل را حل کرد. بین مردم و انتخاب سناتورها حایل ایجاد کرد و بین ایالتهای دارای جمعیت کمتر و ایالتهای با جمعیت بیشتر مصالحه به وجود آورد. ایالت های کوچکتر از نمایندگان مساوی در مجلس سنا بهره مند شدند و ایالت بزرگتر از نمایندگی نسبی مجلس نمایندگان بهره بردند. قوه مجریه باید هم در میزان قدرت و هم در مدت اعمال قدرت کامل محدود باشد اما از آنجا که قوه مقننه باید در نظام نمایندگی تسلط داشته باشد بنابراین قدرت آن بیشتر در مرض سوء استفاده است این مشکل با تقسیم قوه مقننه در دو مجلس سنا و نمایندگان و اعمال روش های متفاوت انتخابات و این شرط که هر قانون پیشنهادی باید پیش از اجرا به تصویب هر دو مجلس برسد تا حدی حل شد. از دیگر قوه مجریه نیز نیاز به تحکیم قدرت داشت تا تحت شای دو قوه دیگر قرار نگیرد و ضعیف تلقی نشود. افزودن حق وتو برای رئیس جمهور یا حق رئیس جمهور برای جلوگیری از تصبیب قانون واجد شرایط توجیه همین امر است. فقط با رأی دو سوم نمایندگان هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان می توان این حق وتو را لغو کرد. فرایند انتخاب رئیس جمهور جرقه بحث درباره میزان توانایی مردم برای مشارکت مستقیم در انتخابات را زد. نمایندگان طرح مجمع گزینندگان را به وجود آوردند که دستگاهی است که هم در ترکیب و هم در روش کار بینظیر است این مجمع نشان دهنده شکل ضعیفتری از نمایندگی دموکراتیک است دادگاه عالی که قدرت قضای فدرال به آن واگذار شد بیش از پیش از فرایند انتخاباتی حذف شد چون قرار بر این بود که قوه قضایی داور نهایی درباره صحت اجرای قانون اساسی باشد. پس لازم بود که این دادگاه متشکل از افراد متخصص و بیطرفی باشد که رئیس جمهور آنان را با توصیه و رضایت مجلس سنا منصوب می کرد. اصول عمده در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قانون اساسی آمریکا در سال 1788 میلادی یک سال و اندی پس از آغاز مذاکرات نمایندگان کنوانسیون قانون اساسی تصویب شد همان گونه که این مرور گذرا نشان داده است در این قانون از اولویت اصل نمایندگی و شکل جمهوری حکومت نه دموکراسی مستقیم حمایت شد قدرت در یک نفر یا یک دستگاه واحد متمرکز نشد بلکه میان سه قوه مجزای مقننه، مجریه، قضایی و حکومت مرکزی تقسیم شد و در عین حال هر قوه نظارت‌های بر دیگر قوا اعمال می کرد علاوه بر این هم دولت ملی یا فدرال و هم دولت‌های ایالتی استقلال خود را در گستری خود حفظ کردند در آن زمان قدرت ویژگی حکومت به شمار می رفت و بر اساس این فرض تقسیم شده بود. نهادهای اقتصادی که ممکن بود به عنوان نهادهای سیاسی اصلی به نظارت نیاز داشته باشند، هنوز در صحنه نبودند. در این قانون اساسی اما یکی از شرایط اساسی از قلم افتاده بود. بیان کتبی حقوق فردی به نحوی که دولت ملی نتواند آنها را نقض کند. یکی از اولین اقدامات حکومت تازه استقرار یافته تصویب ده اصلاحیه اول قانون اساسی و ارسال آن به ایالات بود. فرایند تصویب این ده اصل تا دسامبر 1791 تکمیل و بیله یا منشور حقوق شهروندی به اجرا گذاشته شد. افزون بر اصول نمایندگی و جمهوری خواهی محدودیت های تمرکز قدرت و حفظ استقلال هم در سطح ملی و هم در سطح دولتی و تضمین حقوق فردی و دفاع از آن در برابر دست دولت فدرال منجر به پیریزی یک دولت مدرن جدید حقیقی شد. در اینجا باید به چندین نکته اشاره کنیم. نخست اینکه که میراس نظری منشور حقوق شهروندی نه برگرفته از مونتسکیو بلکه ملهم از لاک و روسو بود که هر دوی آنها از حق مردم برای استقرار حکومت جدید در صورت نقض اصول حقوق طبیعی و حاکمیت فردی حمایت می کردند. این مفهوم در آزادی های فردی مربوط به باورهای مذهبی آزادی بیان و مطبوعات حقوق افراد متهم به ارتکاب جرم اجرای شایسته قانون و آزادی های دیگری که در منشور حقوق شهروندی شرح داده شده است بیان شد اصلاحیه دهم مشخص کرد که تمام قدرت هایی که اختصاصا به کنگره داده نشده برای هر ایالت محفوظ است. این تلاش برای جلوگیری از غصب استقلال ایالت های کشور جدید به دست دولت فدرال نیز قانون اساسی را در نوع خود بی همتا کرد. با وجود این از بند بازرگانی مندرج در اصل سوم قانون اساسی در طول زمان استفاده شده است تا از طریق بازنگری های قضایی قدرت هرچه بیشتری به دولت فدرال داده شود. از غذا بخشی از هدف این قدرت طلبی برای تعیین قوانین ناظر بر روابط بازرگانی با دولت‌های خارجی و میان ایالت‌ها با دولت‌های بومی آمریکا فراهم کردن زمینه برای آن نوع نظارت دولت مرکزی بود که برای حرکت از نظام صداگری به سوی دولت مدرن ضروری به شمار می‌آمد. امروزه کاملا روشن است که تدوین کنندگان قانون اساسی قدرت عظیم نهفته در بازنگری های قضایی قوی قضایی را پیش بینی نمی کردند. حال بند بازرگانی بارها و بارها در تصمیم های قضایی که حدود اختیارات دولت فدرال را گسترش داده و قدرت دولت های ایالتی را محدود کرده استفاده شده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و به ویژه منشور حقوق شهروندی به شهروندان دولت مدرن جدید آزادی ها و حقوق تضمین شده ای داد که آنها را از سوء استفاده از قدرت توسط دولت فدرال محافظت می کرد. با این همه بند بازرگانی همراه با اصلاحیه چهاردهم و مفاد دیگر قانون اساسی و بخشهایی از منشور حقوق شهروندی نیز به صورتی که بنیانگذاران اصلی آمریکا نمیتوانستند توانستند پیش بینی کنند موجبات گسترش قدرت دولت فدرال را فراهم کرد با پیامدهای پردامنگی دولت مدرن مفاد منشور حقوق شهروندی که در اصل برای حمایت از حقوق و آزادی های فردی بود به شخصیت های حقوقی تعمین داده شد شخصیت هایی که با عنوان شرکت شناخته می شوند. منشور حقوق شهروندی بین حامیان دموکراسی مستقیم و کسانی که از استبداد اکثریت میترسیدند مصالحی بی فراهم آورد همچنین مفهوم حقوق شهروند را به عنوان امر طبیعی و غیر قابل نقض برجسته کرد. حقوقی که بیشتر از ماهیت انسان ناشی می شود نه از دولت یا یک سلسله قوانین خاص مفهومی که بسیاری از بنیانگذاران با نارضایتی آن را تأیید کردند جنگ داخلی آمریکایی‌ها که در حاشیه قدرت بودند و تحت تأثیر نظام جدید کار مبتنی بر دستمزد و سازمان سرمایه قرار داشتند به طور جدی درباره شکل قدرت با ساختار اجتماعی و یاری جستن از زبان سیاست برای بیان احساس بی‌عدالتی به تعامل پرداختند. این گروه ها با طرح ادعا نه از نظر حقوق قانونی یا ناشی از قانون اساسی بلکه از نظر حقوق طبیعی در برابر استبداد روزمره سرمایه کارفرمایان بردهداران و شوهران به اعضای جنبش های ضد بردهداری پیوستند اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی که پس از پایان جنگ داخلی تصویب شد به طور موثری برادداری را در ایالات متحده آمریکا ممنوع کرد. اما حتی با حمایت هرچه بیشتر از حقوق که هدف اصلاحیه های چهارده و پانزده بود یازده ایالت می توانستند جداسازی سیاه پوستان از سفید پوستان و انکار آشکار حقوق قانونی از جمله حق رأی را تحمیل کنند و حقوق طبیعی اعطا شده به همه انواع بشر را به رسمیت نشناسند. به همین ترتیب حقوق مورد تقاضای حقوق به ایران نیز به طور کلی رسمیت نیافته باقی ماند و زنان تا تصویب اصلاحی 19 هم در سال 1920 صبر کردند تا حق رأی به دست آوردند. از دهه 1870 تا سالهای دهه 1930 دادگاه ها به بازیگرانی تبدیل شدند که راجرز از آنها به عنوان عمد فروشان مستقلات جدید و حقوق کارآفرینی یاد می کند. حق قرارداد آزاد علیه کارگران به کار برده شده و قوانینی را که هدفشان حمایت از کار بود زیر رو کرد. حد اکثر ساعت های کار، حداقل دستمزد و حمایت های دیگر به بهانه اینکه مزاحم سازوکار نظام بازار آزاد بودند از بین رفت. این زمان دوره سرمایهداری سنگین صنعتی، مهاجرت انبو، تحکیم تجارت و درگیری های تلخ و پی در پی کارگران بود. دادگاه ها به کرات بر نظریه حقوق ایجاد شده در قانون اساسی تکیه می کردند تا از منافع سرمایه و شخصیت های شرکتی دفاع کنند و به رسمیت شناختن آنها را به عنوان نوع خاصی از شخصیت حقوقی با بیژگی های شخصی حقیقی آغاز کردند. آگاهی از حقوق در دوران کساد بزرگ ادامه یافت و قوانین نوآورانه فدرال برای کمک به فقیران، بیکاران و حمایتهایی برای سلامتی، ایمنی و منافع اقتصادی کارگران به همراه آورد. از اواسط دهه 1950 تا عواست دعیه 1970 مواد حقوقی مدنی و احکام دادگاه عالی حقوق سیاه را در آمریکا گسترش داد و به ماجرای جدا اما برابر در آموزش و تحصیلات عمومی دیگر پایان بخشید و بسیاری از قوانین که هدفشان جلوگیری از رأی دادن سیاهپوستان بود خلاف قانون اساسی اعلام شد مارشال های فدرال به بعضی یالت های جنوبی اعزام شدند تا از امکان ثبت نام و رأی دادن سیاه‌پوستان اطمینان یابند. با ترکیب خلاقانه بند بازرگانی با اصلاحیه چهاردهم دادگاه عالی همچنین جداسازی و ارائه ندادن خدمات بر اساس نژاد را که تسهیلات خصوصی مانند هتلها رستورانها و تسهیلات دیگر عمومی را شامل میشد خلاف قانون اساسی دانست حقوق معلولان یا افراد با توانایی های متفاوت به صورت دسترسی برابر به خدمات دولتی و خصوصی و اشتغال به رسمیت شناخته شد و دادگاه عالی از سایه روشن با گوش کنار حقوق دیگری که آشکارا در اصل ده اصلاحیه حقوق شهروندی به آنها اشاره شده بود حق حریم خصوصی را به وجود آورد. در این زمینه سرانجام چنین به نظر می رسید که وعده های منشور حقوق شهروندی و بخش های دیگر قانون اساسی که حقوق و آزادی ها را تضمین می کردند برای گروه هایی که قبلا در جامعه آمریکا محروم بودند به حقیقت پیوست. این دستاورد ساده نبود و نمی توان در ارزش نتایج آن تردید کرد. این مرور گذرا فقط اشاره‌ای دارد به تلاش‌های انجام شده و نتیجه‌های به دست آمده افرادی به تنهایی یا با همکاری دیگران دست به کار شدند و جرقه تغییرات اجتماعی شگفت انگیز اواسط قرن بیستم تا اواخر آن را زدند. در حالی که دادگاه عالی از دهه 1980 در ترکیبش محافظ کارتر شده است، تصمیم های آن در بعضی موارد به جای گسترش حقوق و آزادی های فردی به محدود شدن آنها منجر شده است. اما جامعه به طور کلی همچنان از دستاورت های حقوق مدنی که در این دوران حاصل شده بهره برده است. به طور خلاصه بنیانگذاران جمهوری آمریکا نمی توانستند ساختار جدید قدرت را که تا حدی محصول صنعتی شدن، تمرکز سرمایه، تغییر مفاهیم بازرگانی و نظام جدید بازار بود پیش بینی کند. هرچه ایالات متحده آمریکا بالغتر شد قدرت های دولتی بیشتر مورد تجدید نظر قرار گرفت و دوباره تفسیر شد و شرایط اجتماعی همراه با رشد نهادهای اقتصادی جدید تغییر کرد و تعادل اصلی که برای بنیانگذاران آن مهم بود از دست رفت. امروزه شرایط اجتماعی اقتصادی این کشور نشان می دهد که چگونه این حقوق به پیشرفت های اقتصادی دیوی سال گذشته انجامیده است. حمایت های فردی که جامعه جدید از عهده آنها برآمد فرصت هایی را پروراند که به نوع آوری ها و پیشرفت های شگفت انگیزی در فناوری منجر شد و اما در طول قرنهای 19 و 20 شرکت ها به شکل مسلط سازمان اقتصادی تبدیل شدند در حالی که قوانین تغییر یافتند و قانون اساسی دوباره تفسیر شد تا نیازهای یک جامعه در حال تغییر را تامین کند شرکتها کم, کم حقوق قانونی و مسئولیت هایی را که زمانی برای یکایک شهروندان در نظر گرفته شده بود به دست آوردند. فصل سوم دولت مدرن بر سر دوراهی دولت ملی که از مدیریت مشکلات زندگی روزمره ما بسیار فاصله دارد همچنان تظاهر می کند که با مشکلات جهانی که بر ما اثر می مقابله می کند. جان ماری گوه نو. چرا نهادهای سیاسی و اقتصادی که برای حل مشکلاتی به وجود آمدند که مردم قرنهای هجدهم و نوزدهم و اوایل قرن بیستم درگیر آنها بودند برای تأمین نیازهای جوامع معاصر تعدیل نشدند با اینکه اصلاحات و تفسیرهای تحلیلی تازی به عمل آمده است بیشتر فرضیه ها و پیامدهای های اساسی دولت مدرن نه تنها مورد قبول باقی ماندند بلکه بی هیچ چالش جدی پذیرفته شدند و در حقیقت چون دولت مدرن همراه با شرایط اجتماعی تکامل نیافته در حال ایجاد محیطی ناکارآمد برای شهروندان است و در جاده مارپیچ رو به فرودی گام گذاشته است که برای تضمین بقای افراد سالم روابط اجتماعی سازنده و رضایت بخش و نظام های سیاسی و اقتصادی کارآمد باید از آن بیرون بیاید. ساختار حکومت هایی که از دولت جدید آمریکا الگو برداری شدند همون ساختاری است که بیش از دو قرن پیش بنیان گذاشته شد در آن زمان پیش بینی شرایطی که مشخصات اصلی قرن 21 را تشکیل می‌دهد ممکن نبود با این حال این سخن بدان معنا نیست که این ساختارها منسوخند یا باید کنار گذاشته شوند تأثیر آنها بر وضعیت زندگی بشر خلاقیت فردی و تحقق ظرفیت های بالقوه انسان گسترده و مثبت بوده است اما این ساختارها باید تعدیل شوند تا حیاتشان را حفظ کنند و به تلاششان برای بهبود زندگی در سراسر جهان ادامه دهند. در توضیح این که چرا دولت مدرن تغییر نکرده است، ابتدا لازم است یک فرضیه ها و ویژگی های دولت مدرن را تعریف کنیم، دو، بررسی کنیم که چگونه دولت مدرن می تواند خلاقیت را ترغیب کند و کیفیت زندگی بشر را هم برای ملت های توسعه یافته و هم برای ملت های در حال توسعه افزایش دهد و به این ترتیب بقای خود و نیز سلامت کره زمین را تضمین کند. سه در فهم این نکته بکوشیم که چرا نظارت دولت همچنان به بهای رونق اقتصادی و ابتکار فردی در افزایش است چهار به بررسی دلایلی بپردازیم که دولت مدرن تا این حد در مقابل تغییر مقاومت کرده است با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل اتحادیه اروپا دولت مدرن به طور بحث برانگیزی در حال تنزل بوده است مفاهیم حاکمیت و استقلال بیش از پیش راه برای منطقه شدن و وابستگی متقابل باز کرده است دلایل بسیاری برای تنزل دولت ملی مدرن وجود دارد اما در این فصل ما به عواملی که از توانایی دولت مدرن برای پیشرفت رفاه شهروندان میکهد نگاهی میاندازیم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل اتحادیه اروپا دولت مدرن به طور بحث برانگیزی در حال تنزل بوده است. مفاهیم حاکمیت و استقلال بیش از پیش راه برای منطقی شدن و وابستگی متقابل باز کرده است. دلایل بسیاری برای تنظل دولت ملی مدرن وجود دارد اما در این فصل ما به عواملی که از توانایی دولت مدرن برای پیشرفت رفاه شهروندان میکاهد نگاهی میاندازیم ابتدا به بررسی این نکته میپردازیم که چگونه شهروندی یا شخصیت حقوقی شرکتها فرایندهای دموکراتیک را در دولت های مدرنی چون آمریکا تضعیف کرده است سپس به ماهیت در حال تغییر درگیری امنیت و حاکمیت از دیدگاه های مختلف نگاه میکنیم در پایان به ناکارآمدی دولت‌های مدرن در قرن بیست و یکم در حل مسائل داخلی و جهانی که به سود شهروندان است می‌پردازیم. دولت مدرن و حقوق شرکت‌ها همانند حقوق تک تک شهروندان، حقوق شهروندی به شرکت‌ها نیز که شخصیت حقوقی به شمار می‌آیند، داده می‌شود. این حقوق همزمان با حقایق اجتماعی و اقتصادی در حال تغییر به وجود آمد. همانند ادعاهای مطرح شده برای حقوق فردی، حقوق شرکت بازرگانی نیز در مراحل مختلف برای شناسایی و اعمال آن حقوق پیشرفته است. انقلاب آمریکا نشان دهنده پایان نظام سوداگری و آغازگر نظام بازار بود. ایالات متحده آمریکا به دلیل سنت فردگرایی و مخالفت با مداخله دولت زمینه باروری نظریه سرمایهداری پیش و رویکرد آزادی و مداخله نکردن دولت در اقتصاد را که آدام اسمیت مطرح کرده بود فراهم کرد. با نزدیک شدن قرن نوزدهم صنعتی شدن روزافزون که با تقسیم کار و ایمان به رقابت بیحد و حصر ممکن شد نظریه اسمیت را به بوته آزمایش گذاشت در حالی که شرکتها به عامل مهمتری در فعالیت اقتصادی تبدیل شدهاند از دولت کمابیش نوپا خواسته شد که هم حقوق دولتی و هم میزان نظارتی را که شرکتها مشمول آن خواهند بود تعریف کند در زمان بنیانگذاری دولت شرکت‌ها با مجوزهای دولتی به وجود آمدند و فقط آن حقوقی را داشتند که به اختیار دولت به آنها اعطا می‌شد. به اراده دولت می‌شد حقوق شرکتی را اصلاح کرد و مجوزهای شرکتی را باطل کرد. این کنترل شدید شرکت‌ها به زودی کاهش یافت. در سال 1819 دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا شرکت را شخصیت حقوقی با حق انعقاد قرارداد تعریف کرد. علاوه بر این دارایی های به وجود آمده توسط شرکت را نباید به امان گل و گشت بازی های دولت سپرد. همین محدودیت اختیار دولت اساس گسترش خود و قدرت شرکت ها شد به ویژه وقتی آنها در راه دلخواه تجارت شروع به رشد کردند در سال 1886 دادگاه عالی به طور شفاهی به این مسئله پرداخت که آیا شرکت های تجاری حقوق افراد را دارا هستند یا خیر مونسیان رویت منشی دادگاه بیانیه ی رئیس دیوان عالی کشور را به شرح زیر ثبت کرد. دادگاه نمیخواهد درباره اینکه آیا مفاد اصلاحی چهاردهم قانون اساسی برای این شرکت ها قابل اجراست یا خیر بحثی بشنود ما همه بر این عقیده این که آن اصلاحیه قابل اجراست دادگاه درباره مسئله شخصیت داشتن شرکت به طور رسمی حکمی صادر نکرد اما جز کرانیچ میگوید که از این زمان به بعد دادگاه عالی با استفاده از انواع توصیف های استعاری فرض کرده است که یک شرکت یک شخص است دادگاه با وجود اینکه نتوانسته معیاری به دست دهد که تعیین کند یک شخص طبق قانون اساسی چیست و یا آیا شرکت با این معیار مطابقت دارد یا نه این فرض را پذیرفته است با پا شدن فرض شخصیت برای شرکت ها حقوق قانونی آنها مرتب گسترش یافته است و توانایی دولت برای نظارت قانونی بر فعالیت های شرکتی پیوسته تحلیل یافته است و این امر موجب اعتقاد فراگیر به نکات زیر شده است. بیشتر شرکت مدرن تمرکز قدرت اقتصادی را با خود به همراه داشته است و این تمرکز میتواند در شرایط مساوی با دولت مدرن رقابت کند قدرت اقتصادی در برابر قدرت سیاسی که هر کدام در زمینه ای کار خود توانمند است دولت میکوشد شرکت را در برخی جنبه ها در چهارچوب قانون گذاشته قانون مند کند و در همین حال شرکت پیوسته قدرت منتر می شود و برای اجتناب از این قانون مند شدن تمام تلاشش را به کار می بندد. شرکت در جایی که پای منافعش در میان باشد حتی تلاش می کند بر دولت مسلط شود. آینده ممکن است شاهد این باشد که دستگاه اقتصادی که در حال حاضر شرکتها معرف آن هستند نه تنها در سطح مساوی با دولت قرار بگیرد بلکه بسا یا حتی به عنوان شکل قالب سازمان اجتماعی برتر از آن شود تصمیم اخیر دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا نشان می دهد تحول حقوق شرکتی تا چه حد پیشرفته است در ژانویه 2010 دادگاه با زیر و رو کردن تصمیم های قبلی تصویب کرد که دولت نمیتواند از هزینه های سیاسی شرکت ها برای انتخاب مقام های سیاسی جلوگیری کند. قاضی آنتونی کندی از طرف اکثریت نوشت اگر متمم اول قانون اساسی کوچکترین اثر قانونی داشته باشد کنگره را منع می کند که شهروندان یا مجامع آنها را فقط به سبب شرکت در آزادی بیان جریمه یا زندانی کند. قاضی پل استیونز همراه با سه دیگر جناه لیبرال دادگاه گفت که اکثریت دچار خطای بزرگی شده که بحث درباره شرکتها و بحث مربوط به مسائل انسانی را یکسان فرض کرده است در حالی که این عقیده بر ممنوعیت مربوط به کمک به نامزدهای انتخاباتی تأثیری نگذاشت، مخالفان این پرسش را مطرح کردند که آیا بین کمک مالی به نامزدها و هزینه های مستقل از سوی آنها تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ قاضی استیونز نوشت تفاوت بین فروش رأی و فروش دسترسی به رأی امری است کمی نه کیفی و فروش دسترسی به رأی در ماهیت فرقی با دادن اولویت ویژه به کسانی که از طرف شخص دیگری پول خرج می کنند ندارد. این تصمیم می باید در شرایط افزایش های چشمگیر در هزینه های شرکتی برای انتخابات کنگره در نوامبر سال 2010 بررسی می شد. در سال 2010 مدت کمی پس از تصمیم دادگاه عالی گروهی شامل 15 سازمان محافظه کار معاف از مالیات بیش از 300 میلیون دلار بودجه برای مبارزه انتخاباتی اختصاص دادند. در حالی که گروه های لیبرال نیز پول های کلانی خرج می کنند به نظر می رسد این آهنگ شتاب در خرج کردن پول دست کم در این زمان از طرف حوزه تجارت و متحدان آن هم باشد. همزمان که شرکتها از نظر وسعت و ثروت رشد می کنند، حقوق گسترده تری به آنها اعطا می شود. بر اساس مقایسه فروش شرکت‌ها و تولید ناخالص ملی، شرکت‌ها نماینده 51 از 100 اقتصاد بزرگ جهانند و بقیه کشورها فقط نماینده 49 از این 100 اقتصادند. علاوه بر این، میزان فروش 200 شرکت برتر نسبت به کل فعالیت اقتصادی با آهنگ تندتری در حال رشد است. از سال 1983 تا 1999 فروش شرکت ها روی هم رفته از 25 درصد به 27.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان رشد کرد. در حالی که فروش دیبیست شرکت برتر معادل 27.5 درصد فعالیت اقتصادی جهان است. آنها فقط 78 دهم درصد نیروی کار جهان را استخدام می کنند. دو شرکت آمریکایی بیشترین تعداد از دویست شرکت برتر را دارند. با توجه به این آمارها مهم است بپرسیم که افزایش دامنه فعالیت و ثروت و نیز نفوذ سیاسی شرکتها بر جمهوری چگونه تأثیر میگذارد آیا شرکت ها برای اطلاع رسانی به عموم مردم درباره مسائل جاری و نامزدها به گونه نفوذ پیدا می کنند که به طور موثر می توانند نتایج انتخابات را تعیین کنند؟ آیا پیش ها در این باره که شرکت ها ممکن است با قدرت دولت برابری کنند یا برتر از دولت شوند تحقق خواهد یافت؟ آیا شهروندان ایالات متحده آمریکا بیش از پیش اعتماد به مشروعیت و کارآمدی نهادهای سیاسیشان را از دست خواهند داد در اینجا نمیتوان به این پرسش ها پاسخ شایسته ای داد اما این پرسش ها در هر تلاش برای پیش بینی دیدگاه متفاوتی درباره دولت مدرن و دارای اهمیت بسیار است استقلال حقوق بشر و منطقی شدن بیشترین رشد استقلال در دوره پس استعماری قرن بیستم تجربه شده است امروزه بیشتر کشورهای جهان مستقل در نظر گرفته می شوند. بین سالهای 1945 و 1989 بیش از 100 کشور مستقل به فهرست کشورها افزوده شد و 20 کشور دیگر بین سالهای 1989 و 2001 ایجاد شد. در همین زمان مفهوم استقلال در قیاس با روزهای آغازین ایجاد دولت مدرن تغییر چشمگیری داشت. آدم توکر دو نوع استقلال را تعریف می کند. استقلال بیرونی و استقلال درونی. دولت از نظر بیرونی در صورت مستقل است که در صحنه بین المللی مستقل عمل کند و دولت های دیگر و نلوزومن تمام کشورها آن را به رسمیت بشناسند. نوع دیگر استقلال همانا به معنای لغوی این اصطلاح یعنی استقلال درونی است استقلال درونی یعنی وجود نوعی ساختار قدرت دولتی واحد و باثبات و برتر در, در درون مرزهای یک کشور که دیگران آن را به چالش نکشند حدود و مرزهای استقلال درونی بسیار نامشخصتر از استقلال بیرونی است جمهوری دموکراتیک آلمان همان آلمان شرقی سابق در سال 1980 که به ظاهر کل اقتصاددان کشور را اداره می کرد با پذیرش یک ایدئولوژی دولتی شبه مذهبی و نظارت بر زندگی خصوصی شهروندانی توسط نیروی عظیم پلیس مخفی درست به اندازه هر دموکراسی آزادی خواه غربی مستقل بود. آنچه تقریبا با اطمینان میتوان گفت این است که احتمالا هیچ دولتی هیچگاه به طور کامل بر قلم روی خود حکومت نکرده است اما دولت برای مستقل بودن باید بتواند نوعی نظم عمومی را در قلمروش تامین کند که اکثریت جمعیت به آن احترام بگذارد در قرن 21 و یکم تمایز بین امور خارجی و داخلی در حال کمرنگ شدن است. نمونی از آن خطر گداخت هسته مرکزی راکتور اتمی در پی زلزله و سونامی ژاپن در سال 2011 است. این گونه بلاها نه تنها بر کشور محل وقوع تاثیر میگذارند که طبعات جهانی نیز دارند علاوه بر این در حال حاضر به کارگیری زور به عنوان ابزار اعمال استقلال و حل درگیری بین ملت ها جایگزین اطاعت خودخواسته با قوانین توافق شده تعامل و رفتار جمعی می باشد. رایت قوانین اتحادیه اروپا از سوی دولت‌های عضو نمونه خوبی است برای نشان دادن اینکه چگونه استقلال دولت‌ها برای افزایش منافع ملت‌هایی که عضو اتحادیه‌های های بزرگترند به مصالحه گذاشته می شود. توان فناوری اطلاعاتی برای در گذشتن از مرزهای سیاسی موجب شده است که مرزهای سیاسی و استقلال سرزمینی برای کمتری در مقایسه با گذشته داشته باشد. علاوه بر این آسی پذیری های رایج نشان دهنده مسائل امنیتی برای بسیاری از ملت هاست که ایجاد همکاری و وابستگی متقابل را به عنوان راههایی برای تضمین وجود این ملت ها در پیش می گیرند. استراتژی های سنتی اعمال زور نقش کمتری بازی می کند. همه این عوامل مزایای اصلی دولت مدرن را که متکی به مفاهیم قلمرو سرزمینی و استقلال به عنوان دلیل وجودی آن است به شدت تضعیف می‌کند مسئله حقوق بشر یکی از چالش برانگیزترین مسائل برای استقلال دولت معاصر و مدرن است. ادعای مبتنی بر حقوق بشر اغلب اختیار نهایی دولت را هم در امور قانونی و هم سیاسی به چالش میکشند افزایش پوشش خبری مصادیق نقض حقوق بشر در رسانه های سنتی و اجتماعی چشمپوشی جامعه بین المللی از آن را در زمان وقوع فرجایی دشوارتر کرده است حمله تصادفی دولت لیبی به شهروندان خود در ماه مارس 2011 و واکنش نظامی شورای امنیت سازمان ملل این گونه تغییرات ناگهانی را برجسته می کند. در مواردی که یک دولت جرمی مرتکب می شود، یک وظیفه تمام دولت های دیگر دو برابر می شود تا هم وضعیت ناشی از آن جرم را قانونی به حساب نیاورند و هم در انجام اقداماتی که برای از بین بردن پیامدهای جرم طراحی شده است با دولت های دیگر همکاری کنند. دو همه دولت ها می توانند ادعا کنند که در طرح هر دعوی در برابر هر سازوکار بین المللی موجود مصالحی دارند و بسا رسیدگی به یک جرم مستلزم مراجعه به عرف یا قانون برخواسته مردم باشد یعنی قانونی که معمولا در قوانین بین الملل وجود ندارد. سه برخلاف اصل اساسی معمول در قانون بینال المللی می توان در حجابی که یک دولت برای فرار از مسئولیت دور خود پیچیده است رخ کرد که در آن صورت مسئولیت جزایی مقامات رسمی بین المللی و سران دولتها را در پی خواهد داشت که در قانون جزای روم به قانونی گفته می شود که توسط تنی چند از افراد مردم عنوان می شد و در جهت نظم عمومی یا منافع جامعه بود. چهار همه دولت ها می توانند علیه یک دولت خاطی اقدامات متقابل انجام دهند این اصطلاح جدیدی است برای اقداماتی تلافی جویانه و شرایط برای این گونه اقدامات متقابل به طور قابل ملاحظه‌ای ساده شده است این امر به آن معناست که همچنان که ما به آینده نزدیک میشویم حقوق بشر به طور روزافزون جنبه جهانی پیدا خواهد کرد و ادعاهای استقلال ملی از نقض نظام یافته ای این حقوق پشتیبانی نخواهد کرد. ماهیت در حال تغییر جنگ و درگیری از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش بلوکهای اقتصادی و سیاسی بزرگ منطقی مانند اتحادیه اروپا اصل موازنه قوا که موجب به رسمیت شناختن استقلال در روابط بینالملل شد روز به روز بیمعنیتر شده است حمله های 11 سپتامبر 2001 به خاک آمریکا و جنگ های متعاقب آن در عراق و افغانستان همراه با شورش های اخیر در کشورهای عربی برای کسب حقوق دموکراتیک بیشتر ماهیت روابط بین المللی را دگرگون کرده است. جنگ علیه ترور با جنگ های سنتی یا کلاسیک که دولت های ملی برای آنها سازماندهی شدند کاملا تفاوت دارد. جنگ های کلاسیک به طور معمول با شکست دشمن پایان دشمنی ها و امضای نوعی سند رسمی که پایان درگیری را اعلام می داشت به پایان می رسید. اما در جنگ علیه ترور هیچ میدان جنگ خاصی وجود ندارد و هیچ پایان مشخصی برای درگیری نیست. دشمن یک نیروی نظامی رسمی نیست این نوع جنگ هیچ مرزی ندارد و علیه چند دشمن در محلهایی اغلب تعریف نشده در سراسر جهان هدایت می شود. این سرمشق جدید جنگ چالش مهمی به وجود می آورد زیرا حریفان جنگ با جمعیت های دوست یا حداقل غیر دشمن در هم آمیختند. بخش های مختلف جمعیت در درون و بیرون از مرزهای مستقل و نه دو یا چند ملت جداگانه به جنگ با یکدیگر میپردازند اغلب حریفان خود سازمان یافته و پراکنده در هدایت جنگ های نامنظم چابکترند آنها ممکن است بتوانند از فناوری اطلاعات به عنوان اهرامی استفاده کنند تا به روش های سازماندهی شوند که نفوذ در آنها برای نهادهای اطلاعاتی سنتی دشوار باشد. هیچ یک از نهادهای دولت مدرن به اندازه کافی تجهیز نشده است تا از عهده این الگوی جنگ برآید. در حقیقت باید بگوییم که تنها راه شکست دادن آن درون خود جوامع است بدون همکاری و پشتیبانی جوامع مقابله موثر با چنین چالشی تقریبا غیر ممکن است نمودهای نابرابری در ایالات متحده آمریکا دولت مدرن یا نئولیبرال جدید به اوج رسید و سپس در دو دهه آخر قرن بیستم رو به زوالی ناهماهنگ گذاشت ایالات متحده آمریکا در اوج خود به عنوان مدلی برای دموکراسی در نظر گرفته میشد که مشخصه های آن از این قرار بود یک یک دولت آزاد با مشارکت مردم که بین ایمنی و امنیت کشور با آزادی فردی موازنه برقرار می ساخت. دو تدابیر امنیتی نهادی در قانون اساسی علیه استبداد سه حقوق مدنی بی سابقه برای شهروندان چهار فرصت های برابر در سیاست و اقتصاد آن دولت رشد اقتصادی مداوم و افزایش سطح زندگی به طور گسترده طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی می شد. هرچه سرمایه انباشته تر شد، سرمایه گذار و تولید شکوفاتر شد. بیکاری کاهش یافت مصرف کنندگان به مصرف ادامه دادند و اقتصاد رشد کرد موجهای پی در پی آوری نه تنها ابزار و روشهای موجود بلکه آگاهی بشر را نیز دگرگون کرد در درک انسان از چگونگی کارکرد جهان، جایگاه او در آن و روابط او با مردمان دیگر نیز اصلاحاتی رخ داد. توسعه منابع انرژی، افزایش وسایل حمل و نقل کالا و مردم و روش و ارتباطی میان آنها به نوعی از جهانی شدن انجامید که دولت مدرن تا کنون نتوانسته به طور موثر آن را کنترل کند. تامس من بر این باور است که اکنون توفیق دولت و خط مشی او به درک این واقعیت بستگی دارد که جهان به طور چشمگیری مسطح‌تر و هموارتر شده است. او معتقد است که بعضی از این هموار کننده ها عمدتا به دلیل پیشرفت های سریع فناوری کامپیوتر و برقراری ارتباط با سرعت بالا به عنوان شکل های جدید همکاری ممکن شده است. یک برون سپاری یا انتقال بخشهایی از عملیات سازمانی به هر نقطه در جهان که بتواند آن فعالیت را به مؤثرترین، کارآمدترین یا ارزانترین روش انجام دهد دو سرمایه گذاری برون ای یا انتقال کل یک بنگاه تولیدی از یک نقطه از جهان به نقطه دیگر 3. مرabbe آزاد یا تولید محصولات یا سیستم ها با کار رایگان یا کمابیش رایگان به منظور مشابه سازی و قیمت شکنی رقابوی اصلی. فریدمن نمونه فایرفاکس را به کار میبرد که نوعی مرورگر اینترنتی است و نرم افزار رایگان و جایگزین برای اینترنت اکسپلوور این مرورگر از طریق همکاری بین دو نفری به وجود آمد که هیچگاه یکدیگر را ندیده بودند. یکی در استنفورد در آمریکا و دیگری در نیوزیلند اما هرچه جهان مسطحتر شده و شکلهای جدید برقراری ارتباط و همکاری برای خلاقیت بیشتر به وجود آمده شرایط اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای بسیاری از شهروندان بدتر شده دیوید کوتس سه پیشرفت مهم را برمیشمارد که به این وضعیت کمک کرده است یک نابرابری روز افسون دو تنها یک بخش مالی روز به روز فعالیت های صداگرانه و پرخطر بیشتری را جذب کرده است. سه، وجود یک سلسله دارایی های بزرگ هبابگون دات کام که در اواخر قرن بیستم ترکید سرمایه گذاری در املاک را ترغیب کرد و سپس در پی حباب ملکی واقعی ناشی از آن سقوط ارزش اوراق بهادار مربوط به رهن اتفاق افتاد که موجب نابودی اقتصادی و سیاسی شد و صاحب خانه های بیشماری را به آستانه نابودی مالی کشاند. او مطرح می کند که این موضوع به یک بحران سراسری منتهی شد. هر شکل از نهاد کارآمد اقتصادی بسا که مدتی سودهای کلان و توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد اما سرانجام تضادهای موجود در درون همان شکل نهادینه شده عملیات مستمر آن را تضعیف می کند و به بحرانی نظاموار می انجامد. در حالی که ثروت شرکتها افزایش یافته است وضعیت مالی شهروند عادی همچنان بدتر می شود. چرخه تجارت از سال 2000 تا 2007 طوری بوده است که این دوره تنها دوره در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است که میزان متوسط درآمد خانواده در پایان آن از ابتدای آن کمتر بوده است و این امر بیشتر به دلایل زیر بوده است. یک افزایش نرخ رشد سود شرکتی در مقایسه با نرخ رشد دستمزد دو نرخ بالای بازده کار کرد در هر ساعت که از نرخ رشد دستمزد ساعتی بیشتر شد درست در همین دوره گسترش اقتصادی شاهد رشد هزینه های مصرف کننده بود که سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و از 7.68 صدام درصد تولید ناخالصی داخلی در سال 2006 به 3.70 صدام درصد در سال 2007 رسید. مصرف کنندگان این هزینه را با سرمایه گذاری مجدد روی خانه هایشان تأمین کردند که اغلب با استفاده از رهنهایی با نرخ متغیر و وام های پرخطر دیگر همراه بود. از دسامبر 2006 تا دسامبر 2008 چهل درصد ارزش خالص خانه خانوادهها ها باد هوا شد و خطر بیکاری حدود 10 درصد همچنان در کمین بود. در نتیجه بدهی خانواده با متن رهن خانه و کارت اعتباری به عنوان درصدی از درآمد به دست آمده شخصی یا قابل دسترس تا سال 2007 به طور شگفت انگیزی به 828 هزار درصد رسید. هرقدر وسعت ثروت و حقوق شرکتی به طور نامتناسبی بیشتر شده است فاصله موجود بین کسانی که در بالا و پایین جدول توزیع درآمد هستند نیز بیشتر شده است و تعداد انگشت شمارتری از ها درآمد بیشتر و بیشتری کسب می‌کنند. حتی با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد و سودهای دولتی و بیمه درمانی خصوصی و مستمری ها مشاهده می شود که حدود چهل درصد از کل ثروت حاصل از درآمد خانوار در نسل گذشته از سال 1979 تا 2007 به یک درصد ثروتمندترین آمریکایی ها تعلق گرفته است. پیشرفت چشمگیری در فناوری با وجود افزایش بهرهوری به تنهایی نتوانسته است با موج نابرابری درآمد یا قدرت شرکتی مقابله کند نوع آوری های فناوری در سه دهه گذشته موجب همواری و آسانیابی سه جزء مهم و سازای نظام اقتصاد سرمایه داری یعنی بازار، اطلاعات و سرمایه شده است و دسترسی به این سه جزء را در تمام جوامع بشری فراهم کرده است. اکنون این نکته روشن است که خلاقیت فردی و نوآوری مهمترین نیروها برای تغییر اجتماعی در آینده است با وجود این مدل سیاسی موجود نمیتواند از این تغییر و پیشرفت اجتماعی را بیش از این جلو ببرد قدرت شرکت‌ها و اتحادیه های تجاری نهادین شده نابرابری های در فضای اجتماعی و موانعی بر سر راه پیشرفت آزاد ابتکارهای فردی ایجاد می کند. به بیان دیگر وقتی مطابق با الگوی متداول حل مسئله عادی با شکست روبرو می شود بحران اتفاق می و نظریه های جدید پدید می آید. اهمیت بحرانها ها در این است که نشان می دهند موقعیت تغییر ابزار فرا رسیده است. تمام بحرانها ها با کمرنگ شدن یک الگو و در نتیجه تضعیف قوانین آغاز می شوند و تمام بحرانها ها با پیدایش جایگزینی جدید برای یک الگو و در پی آن مبارزه برای پذیرشان پایان می آبند. کاهش اعتماد عمومی در حالی که هیچگاه بین درآمد افراد و رفتار انتخاباتی آنان همبستگی خطی نشان داده نشده است، مطالعات در مورد رأیگیری در نیم قرن گذشته نشان داده است که همبستگی شدیدی بین درک رأی دهندگان از وضعیت اقتصادی آنان و امید و انتظارشان در این باره و چگونگی رأی دادنشان وجود دارد. تأثیر اساسی ثروت چه ثروت شرکت ها چه ثروت درصد اندکی از مردم که بالاترین دستمزد ها را دریافت می کنند ناشی از دسترسی نابرابر به آن است در اصر انتخابات چند میلیون دلاری انتخاب نامزدها از سوی حزب هزینه های مبارزات انتخاباتی بهای تبلیغات رسانه ای و چند و چون رأی مجمع برگزینندگان بستگی به تامین پول دارد وقتی شماره کم و بیش اندکی از مردم بخش عمده این پول را فراهم می کنند تأثیر آنان بر تصمیمات سیاسی چند برابر می شود. رأی کنگره یا تصمیم های اجرایی دولت ممکن است مستقیما خریداری نشود اما بیشترین شمار بازیگران در این بازی مالی سیاسی دست کم از نظر داشتن دسترسی به تصمیم گیرندگان اصلی برتری می‌یابند. در حالی که رای دهندگان ده ممکن است به منبع اختلاف بین افکار و آرای عمومی و تصمیم های سیاسی پی نبرند، اما از وجود این اختلاف باخبرند. در نتیجه این امر میتواند احساس نارضایتی عمومی و سرخوردگی ایجاد کند، جای تعجب نیست که این نارضایتی و سرخوردگی بر مشارکت شهروندان و نظر آنان نسبت به دولت و سیاست در آمریکا تأثیر گذاشته است. انتخابات سال 2008 تغییر جهت گسترده را از سوی جمهوری به سمت دموکرات ها نشان داد. در حالی که انتخابات میان دوره ای اغلب نماینگر رویکرد مردم به حزبی است که ریاست جمهور از آن است انتخاب به سال 2010 برگشتی گسترده و غیر عادی به نفع جمهوری خواهان نشان داد علاوه بر این به نظر می رسد جنبش تیپارتی که در انتخابات سال 2010 ظهور کرد از سوی مردمی تشکیل و حمایت شد که به جز نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی فردیشان نقاط مشترک کمی با هم داشتند این امر نه تنها تغییر عمیقی را در ایدیولوژی نشان میدهد بلکه نمایانگر سردرگمی و نارضایتی گسترده نسبت به وضع موجود است رای دهندگان برخلاف آنچه اظهار می کنند آنقدر که برای بهبود شرایط زندگیشان رأی می دهند برای موافقت یا مخالفت با مسائل خاصی از سیاست رأی نمی دهند. اخبار نارضایتی های اجتماعی و مشکلات اقتصادی دموکراسیهایی های مانند ایالات متحده آمریکا گفتگوی روزمره دیگر کشورهای جهان را تشکیل داده است و دولت های دیگر اغلب از آن برای توجیه نظام های سیاسی غیر دموکراتیک خود استفاده می کند. تارهای در هم تنیده شبکه پیچیده عوامل سیاسی و اقتصادی یاد شده را نمی توان با دقت و ظرافت از هم جدا کرد. آنچه مطرح می شود این است که دست کم بسیاری از شهروندان آمریکایی نسبت به شرایطی که معتقدند اگر دولت اراده یا تمایل شنیدن صدای آنها را داشت به حل آنها می پرداخت ناامید و بیاعتماد و خشمگینند. آنچه مسلم می نماید این است که به طور اساسی گسست روز افسون و احتمالا خطرناکی بین نمونه ایدئال دموکراسی غیر مستقیم که شهروندان درک کردند و عملکرد واقعی آن وجود دارد. بیشتر امریکایی ها انتظار دیرینه‌ای نسبت به داشتن برابری دارد. هرچند که این مفهوم با توجه به جایگاه شخص در جامعه به شکل متفاوتی درک می شود، وقتی انتظارات برابری و عامل همبسته آن یعنی امید به زندگی بهتر به هر صورتی که این اصطلاحات درک شده باشد نادیده گرفته می شود مردم دنبال کس یا چیزی می گردند که او یا آن را مقصر بداند؟ چه ارزیابی آریانا هافینگتون را بپذیریم چه نپذیریم که معتقد است آمریکا در مرز خطر تبدیل شدن به یک کشور جهان سومی است با فقط دو طبقه اجتماعی فقیر و غنی و دولت در برابر نخبگان تمکار شرکت ها کاملا ناکارآمد است به راحتی میتوان باور کرد که در ایالات متحده آمریکا چیزی غلط از آب در آمده است این امر هم بحرانی است سیاسی هم اقتصادی سکه که دو رو دارد آستانه بحران ویژگی بارز دولت مدرن کنترل ملی روابط خارجی و بازرگانی جدای قدرت ها، حمایت از اصول حکومت فدرال و تضمین حقوق و آزادی های فردی در پرتو قانون اساسی است. بیش از دویست سال این دولت در فراهم کردن محیطی امن و پرورش ابتکار و خلاقیت فردی که موجب خودشکوفایی و کمک به مسلحت عمومی شود موفقیت چشمگیری داشته است. اما اکنون بیشتر به دلیل اینکه حقوق، منابع و قدرت عمدتا در دست شرکت های بزرگ و تا حدی حد نیز در دست اتحادیه های کارگری متمرکز شده است، دولت مدرن در آستانی بحران قرار دارد. نوعی حس روز افزون و اغلب محدود به بخشی از جامعه سیاسی بیانگر این است که نهادهای موجود از مقابله با مشکلاتی که ناشی از محیطی است که آنها تا حدی در ایجاد آن نقش داشتند عملا دست کشیدند. سخن ما این است که واقعیت قرن بیست و یکم که نشان دهنده تغییر چشمگیر و سریع فناوری، نابرابری روز افزون، در دسترسی محدود به فرایند سیاسی برای یکایک افراد جامعه و دسترسی بیشتر برای شرکت‌های ثروتمند و اعتماد کمتر به نهادها و فرایندهای سیاسی موجود است مستلزم تغییر سیاسی اساسی است بنابراین هر گونه تلاش برای استفاده از این الگو برای ایران و کشورهای منا باید چنین مسائلی را مورد توجه قرار داد برای نمونه ابزارهای سنتی در سیاست پولی و مالی برای اصلاح بی موجود در شرایط اقتصادی این کشورها کافی نخواهد بود. به همین ترتیب حل مشکل نابرابری مردم در روند سیاست و قدرت به ویژه در جوامعی که نهادهای اجتماعی یا حقوقی پیشرفته ندارند دشوار خواهد بود ما معتقدیم که تغییر معنادار فقط با آگاهی و اقدام ارادی مردم میتواند عملی شود. اقدامی که دیدگاه مشترک یا الگویی را ایجاد و پیگیری کند که بتواند به حل مسائل و مشکلات اجتماعی پیش روی دموکراسی های کمتر توسعه یافته بپردازد. بحران فعلی ممکن است به تغییر اجتماعی سرعت بخشد اما افراد در آینده نامعلومی عاملان تغییر آن خواهند بود. در دوران بحران روز به روز افراد بیشتری از زندگی سیاسی بیگانه تر می شوند و روز به روز در آن غیر عادی تر رفتار می کند. آنگاه هرچه بحران عمیقتر می شود بسیاری از این افراد خود را درگیر نوعی پیشنهاد عینی برای باسازی جامعه در چهارچوب نهادی جدید می کند. وقتی حل مشکلات موجود از درون چهارچوب نهادینه و سنتی موجود غیر ممکن می شود لازم است به بیرون از آن چهارچوب گام بگذاریم تا مجموعه از ساختارها و فرایندهای جایگزین را پیش بینی کنیم و آن را برای بررسی درون جامعه سیاسی کشورهای دیگر ارائه دهیم. ما قبل از شرح دیدگاهمان نشانه های فعلی بحران غریب الوقوع و کاربردهای های احتمالی حکومت دولت مدرن را در نظر می گیریم و نقش اجتماع را در برانگیختن حیات فردی و عمومی بررسی می کنیم. ماوری معتقد است که فناوری که ابزارها و روش انجام یک وظیفه تعریف می شود یک در ایجاد منابع گسترده ای ما برای کسب اطلاعات و منفعت مادی نقش مهمی بازی کرده است. دو، از نظر ارزشی خونسا است و ذاتا نه خیر است نه شر چه مردم از آن استفاده کنند چه در دست عوامل حکومت باشد. اغلب ممکن است به پیامدهای ناخواسته منجر شود که مخترع آن و مبتکران آن پیش بینی نکرده یا در نظر نگرفته باشد. گستردگی مرزهای آمریکا و منابع طبیعی فراوان آن فرصتهایی فراهم کرد که موجب ترغیب خلاقیت و نوآوری فردی شد. در ایران و کشورهای دیگر منطقه منا وفور اطلاعات و به تصور درآوردن امکاناتی دیگر برای جامعه است که مفهوم آزادی فردی را برخواهد انگیخت انباشت سرمایه در دولت های سرمایهداری مدرن که تا حدی با نهادینه کردن شرکت به عنوان شکلی از سازمان ممکن شد و فعالیت کارآفرینی را ترغیب کرد با این که نابرابری در دو قرن نخست تأسیس ایالات متحده آمریکا مسلما وجود داشته است با وجود تفاوت اوضاع آرمانهای مشابهی در کشورهایی که در حال برآمدن هستند موجود است تنوع مهاجران به کشورهای دارای دولت مدرن دنیای برتر جدید را به وجود آورد که پیوندهای تفکر سنتی و کوته بینانه را شکست و راه را برای تبادل اندیشه ها گشود. برای آینده کشورهای در حال برآمدن مانند ایران که در آنها این نوع تنوع وجود ندارد، احتمالات مشابهی را نمیتوان انتظار داشت. با وجود این جریان رو به رشد اطلاعات جهانی، طرز فکر بسیاری از ایرانیان را در دو دهه گذشته تغییر داده است. همزمان حمل و نقل و ارتباطات بهتر به انتشار نوآوری اجازه داده است که بسیار سریعتر از گذشته گسترش یابد خلاقیت نوآوری و اجتماع خلاقیت اختراع و نوآوری بخشی از روح دولت مدرن جدید بود بسیاری از اولین مختر آن اندیشمندانی بودند که پیشینه علمی یا دانشی نداشتند. برخی از نخصی موتورها و کشتیهای بخار به دست مردانی اختراع و ساخته شد که واقعا هرگز موتور بخار ندیده بودند و نمیدانستند چیست یا هیچ دانش نظری درباره آن نداشتند. آنها فقط آنچه را در اختیارشان بود دستکاری کردند و به طور اتفاقی چیزی به دست آوردند به بیان دیگر واقعا دانشمندانی به این معنا نداشتیم اما مردم ثروتمندی وجود داشتند که ضمن علاقه به طبیعت و پرسشهای نظری زمان و پول لازم برای بررسی اندیشمندانه ماهیت گرما و الکتریسیته را داشتند یوزف شومپیتر اقتصاددان بر اهمیت نوآوری برای جامعه تأکید می کرد و مدعی بود که کار و سرمایه به تنهایی نمی رشد اقتصادی را حفظ کند و بهرهوری را افزایش دهد. برای جلوگیری از اقتصاد راکت یا بیرون کشیدن اقتصاد از وضعیتی که میتواند بدون نوع آوری به رکود یا بحران اقتصادی دائمی تبدیل شود نوع آوری عامل حیاتی است. او پنج نوع مختلف نوع آوری های امکان را شناسایی کرد. یک کالای جدید دو روش تولید جدید سه بازار جدید چهار استفاده از یک منبع جدید مواد خام یا کالاهای نیمه ساخته پنج سازمان جدیدی برای سرعت نوآوری، آوری حوزه عمل آفرینان بود که بودجه و مهارت لازم برای اجرای نوآوری و برانگیختن بهرهوری را فراهم می کردن. فرایندی با عنوان تخریب خلاق تداوم آن را تضمین می کرد. گاهی فناوری های جدید کاربرد یک فناوری موجود را تغییر می داد یا آن را اصلاح می کرد. اما گاهی فناوری قدیمی را دور می ریخت و یک فناوری جدید را به وجود می آورد. بنابراین چرخه ماندگار و در حال جریانی برای نوآوری و تغییر فناوری وجود داشت که رشد اقتصادی مداوم را تضمین می کرد. شومپیتر بین سرمایهداری رقابتی و سرمایهداری امانی که از دید او در سالهای قبل از بحران اقتصادی در حال شکلگیری بود تمایز قائل شد در سرمایهداری امانی نوآوری تخصص یکایی که افراد نبود بلکه به حوزه عمل آزمایشگاه های تحقیقات و توسعه در شرکت های بزرگ که اغلب بودجهشان را از دولت فدرال می گیرند تبدیل شد. مشکل این امانی سازی به تشخیص او این است که نوع آوری به طور مصنوعی برای افزایش سود یک شرکت خاص یا بیشتر شدن منافع تعریف شده توسط دولت هدایت می شود و با محدود کردن بیان آزادانه تخیل و استعداد فردی خلاقیت را سرکوب می کند. انسان ها برای بکارگیری کامل ظرفیت فوقلادهشان برای خلاقیت و نوآوری ابتدا باید دو نوع از نیازهای اولیه را برآورند نیاز به امنیت و نیاز به اهمیت امنیت ناشی از علم به این معناست که غذا مسکن خدمات درمانی ایمنی همگانی و شرایط اساسی دیگر برای زندگی انسان به اندازه کافی موجود و در دسترس است اهمیت اشاره به این دارد که فعالیت شخص هم هدفمند است و هم ارزشمند و هم میتواند با بکارگیری استعداد و قابلیت های فردی برای دیگر اعضای جامعه مفید یا معنادار باشد کسب دو نیاز اساسی امنیت و اهمیت مستلزم اقدام جمعی و پشتیبانی متقابل است. با اینکه خلاقیت را اغلب از راه نگاه به شخصیت یا ویژگی های شخصیتی افراد بسیار نوآور یا نابغه در نظر می گیرند، اما این نوع تصور از خلاقیت جنبه های کار مشترک و جمعی و نیز پشتیبانی متقابل فرایند خلاقانه را نادیده می گیرد. درباره قدرت ذهن ناپرورده فردی به شدت مبالغه شده است با اینکه جامعه اغلب تصور می کند افراد خلاق به تنهایی کار می کنند هوش و خلاقیت تا حد زیادی پرورده تعامل و همکاری با افراد دیگر است بیشتر خلاقیت انسان اجتماعی است و از فعالیت پدید می آید که در شرایطی رخ می دهند که در آن تعامل با افراد دیگر و استفاده از دستاورت هایی که دانش جمعی را تشکیل می دهند از عوامل ضروری آنند. دیدگاه کاملا پیشرفته ای درباره خلاقیت مستلزم درک نیاز بشری افراد به تعامل با یکدیگر در انواع مختلف شبکه‌های اجتماعی است که اجزای سازنده ضروری امنیت و اعتماد را فراهم می‌آورد. برای تحقق این امر محیط سلطه و استثمار شرکت ها باید جای خود را به محیطی بدهد که در آن دسترسی برابر به قدرت و ثروت وجود داشته باشد و پیگیری استعدادها و اهداف فردی ترغیب شود فقط در این صورت است که نیروی کامل خلاقیت ابتکار پایداری و تخیل فردی را میتوان برای کامیابی و پیشرفت اجتماع جذب کرد بسیاری از خدمات اساسی بشری مانند درمان، آموزش، مسکن، اشتغال، خدمات اضطراری، زیرساختها و مقابله با جرم در سطح محلی یا با همکاری افراد محلی با افراد محلی دیگر فراهم می شود. وابستگی محلی به بودجه های ملی برای تهیه و تحویل این خدمات اغلب داخل اجتماعی محلی و در میان آنها نابرابری و ناکارآمدی به وجود آورده است. دست کم دو مشکل اصلی در پاسخ به مسائل اجتماع در سطح ملی به وجود می آید. در کشورهای دارای فرهنگ ها و قومیت های گوناگون حکومت ملی نمیتواند بسیاری از خدماتش را برای افراد محلی مختلف و جمعیت های گوناگون به خواست آنها انجام دهد. قدرت دادن به اجتماع های محلی می تواند تغییر جهت اساسی به سمت کارآمدی بیشتر و موثر بودن و شفافیت بیشتر در خدمات را در سطح اجتماع به وجود آورد. با این حال حاکمیت محلی نیز مشکلات خود را دارد. بیشتر طرفداران تمرکز زدایی مزیت آن را در حرکت هرچه بیشتر اقدامات حاکمیت به سمت واحدهای کوچکتر جمعیت می دانند چون معتقدند این بهترین راه برای بسیج شهروندان برای مشارکت در مدیریت امور جمعیشان است. در دنیایی که در حال جهانی شدن است بیشک اصل کوچک زیباست خیر جذابیت زیادی دارد و اجتماع از این نظر برای آن مناسب است اما در این زمینه هم جنبه های منفی وجود دارد و هم جنبه های مثبت اجتماع ها می توانند منبع ارزش های اخلاقی باشند که زندگی سالم را ممکن می سازند. اما اگر بیش از حد قدرتمند شوند تخم سیاست های هویت مرکز را می که امکان تفرقه اجتماعی یا حتی تجزیه را به همراه می آورد. در حالی که تصویر تقریبا استوره اجتماعی مظلوم متحد و فرهخته جذابیت زیادی دارد گاهی اوقات بی توجهی، عدم اتحاد قوم مداری سلطگری فساد و بیکفایتی اجتماعها را احاطه می کند. در حرکت به سوی تمرکز زدایی و حاکمیت معصر اجتماع ها در نظر گرفتن این احتمال های منفی بلغوبه نیز مهم است. دیدگاهی برای تغییر برای ایران و کشورهای دیگر منطقه منا تطبیق مدل فعلی دولت مدرن بدون در نظر گرفتن تجربه رنج های بشری گذشته اخیر که این مدل به وجود آورد کاملا غیر مسئولانه است هدف باید درس گرفتن از دستاوردها و اشتباهات این الگوی حکومتی در طول توسعه آن و تلاش برای حل این کمبودها در پیش بینی یک الگوی سیاسی جدید باشد که بتواند از لحاظ نظری این مشکلات را حل کند نوآوری‌های های فناوری در سه دهه گذشته به سه جزء مهم در نظام اقتصادی سرمایه داری، بازار، اطلاعات و سرمایه کمک کرد تا در تمام جوامع بشری بیش از پیش قابل دسترس شوند. همچنین این موضوع در حال بروز و اثبات است که مهمترین نیروهای تغییر و توسعه اجتماعی در آینده خلاقیت و نوآوری فردی است. با وجود این مدل سیاسی موجود که مدل دولت مدرن است، نمیتواند این تغییر و توسعه اجتماعی را پیش برد. قدرت شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌های کارگری در فضای اجتماع ایجاد نابرابری می‌کند و موانعی بر سر راه توسعه آزادانه ابتکارهای فردی ایجاد می‌کند. به عنوان گام نخست ما معتقدیم که دولت پسا مدرن موفق باید راهی بیابد تا زمین بازی را در جامعه هموار سازد و نابرابری های فعلی ساختار قدرت را اصلاح کند. برای انجام این مهم ما باید بعضی از قواعد دولت مدرن را حفظ و در عین حال ساختارها و فرایندهای جدیدی پیشنهاد کنیم تا گرایش به سوی تسلط شرکتها متوقف و دسترسی برابر به منابع عمومی برای تمام افراد فراهم شود. ما معتقدیم که ارزش های زیرساختی نظام فدرال جداسازی قدرتها و دفاع از حقوق و آزادی های فردی مهم است و باید حفظ شوند. با وجود این ساختارهایی که این ارزشها را در بر میگیرد باید اصلاح شود تا از تمرکز غیر ضروری منابع اجتماع در دستان گروهی از نخبگان تا حد امکان جلوگیری شود با در نظر گرفتن این هدف ما یک دولت اجتماع محور همراه با یک دولت مرکزی متشکل از چهار قوه اصلی را پیشنهاد میکنیم. توانایی آن شکل از دولت ملی مدرن که در قرنهای هجدهم و نوزدهم تصور شد و در قرن بیستم تقویت شد برای برآوردن نیازهای حوزه های مختلف در حال کمتر شدن است در همین حال منافع شرکتی و تضعیف حاکمیت سنتی در حال به چالش کشیدن دولت مدرن و فرایندهای دموکراتیکی است که بر آن حاکمند اکنون ما باید به بررسی نکته بپردازیم که آیا اصلاح دولت مدرن ممکن است یا تغییر الگو به سوی یک ساختار حاکمیت جایگزین ضروری است فصل چهارم اجتماع خلاقیت بشری و دموکراسی مانیفستی برای یک دولت اجتماع محور در یک جامعه با فضیلت شهروندان متحد می شوند و برای کسب فضیلت و سعادت با هم همکاری می کنند. انسان می تواند با دانش عینی و توانایی تمایز بین خیر و شر در نهایت به کمال برسد. تلاش های مشترک جامعه حالات فاضلانه شخصیت را به وجود می آورد که پدید آورنده کارهای نیکی هستند که برای رسیدن به خوشبختی سودمندند. فارابی فیلسوف قرن دهم مقدمه در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا مردم در مطالبات خود برای تامین نیازهای اساسی در حال متحد شدن هستند تأکید آنها بر آزادی فردی کاهش نابرابری ها و مشارکت واقعی در تصمیمهایی است که بر شرایط زندگیشان تأثیر میگذارد مقاومت در برابر ساختارهای حکومتی سرکوبگر تقریبا در تمام کشورهای منا به نحوی در حال وقوع است با وجود این حتی سرنگونی یا فروپاشی موفقیت آمیز یک رژیم و سران آن الزامن به تغییراتی ساختاری نمیانجامد انجامد که این مطالبات را برآورده کند. دموکراسی های لیبرال غربی که مدت طولانی الگویی برای گذار دموکراتیک در دیگر کشورهای جهان بودند در حال حاضر با چالش های بنیادی خاص خودشان روبرو هستند و بسا که نتوانند مسیر مطلوبی برای پیروی به ملت های منا ارائه کنند. این مانیفست از ایده دموکراسی های اجتماع محور مشارکتی پایین به بالا حمایت می کند که خلاقیت، رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی را می پروراند. معترضان ادعا می کردن که هدف تقلب جلوگیری از به حقیقت پیوستن امیدهای گذار دموکراتیک در کشور بود. با وجود شکست آشکار به اصطلاح جنبش سبز در ایجاد گذار دموکراتیک برای مردم ایران درخواستای این جنبش برای کسب آزادی های بیشتر در سراسر دنیای عرب تنین انداز شد و در موجی از شورش های اجتماعی و سیاسی سبب اعتراض های اساسی شد که پیوسته در حال تغییر چشم انداز سیاسی منطقه است. این تحول که آن را بهار عربی نامیدند پس از تقسیم اروپا بعد از جنگ جهانی دوم احتمالا گسترده ترین تحول وابسته به جغرافیای سیاسی در 75 سال گذشته است و نیز نمایانگر فرصتی بی سابقه و تهدیدی مهم با پیدایش اسلام سیاسی به عنوان جایگزینی برای رژیم های مستبد سکولار در بیشتر که کشورهای منطقه منا گذار به دولتهای دموکراتیکی که به حقوق بشر احترام بگذارند انتظاری دشوار و پیچیده است در حرکت به سوی آینده دموکراتیک راهبرد متداول برای کسانی که در منطقه منا هستند همان الگوی دموکراسی‌های لیبرال غربی بوده است با وجود این دموکراسی های لیبرال به شکل فعلیشان با چالش های بنیادی خاص خود روبرو هستند. بحران جهانی اقتصاد که در سال 2008 آغاز شد نشان داد که دموکراسی های لیبرال مدرن در اروپا و شمال آمریکا نمی توانند رونق و رفاه زندگی مردم کشورهایشان را حفظ کنند. اتحاد دولت های ملی با صاحبان منافع قدرتمند جهانی و خصوصی و نبودن نظارت همه جانبه موجب شد نهادهای اقتصادی جهانی دست به خطر کردنهای بی سابقی بزنند. در نتیجه این خطر کردنها به دومین سقوط اقتصادی بزرگ جهان در تاریخ منجر شد که فقط رکود بزرگ دو دهه 1920 و 1930 از آن شدیدتر بوده است. واکنش دولت آمریکا به این سقوط شامل کمک مالی به نهادهای اقتصادی با بودجه های عمومی و طرحهای ریاضتی بود که کالاها و خدمات عمومی را برای بخش اعظم افراد آسیپذیر جامعه کاهش می دهد و از ثروتمندان محافظت می کند. این اقدام اعتراض های در پی داشته است. گستردگی پیشبینی نشدگی جنبش اشغال وال استریت در آمریکا و اعتراضهای خیابانی علیه طرحهای ریاضتی و بیکاری در یونان ایتالیا بریتانیا اسرائیل اسپانیا و برزیل نشان دهنده عمق نارضایتی و سرخوردگی شهروندان کشورهای دموکراسی لیبرال نسبت به ساختارهای حاکمیت کشورشان است که بحران مشروعیت یا قانونمند بودن حکومت را به همراه داشته است. دولت های این دموکراسی ها نماینده و مدافع چه کسانی هستند؟ برای بررسی این پرسش می توانیم به عنوان نمونه به آمریکا نگاهی بیاندازیم. در این کشور دسترسی به بهرهبرداری گزینشی از منابع عمومی به هزینه عموم مردم برای شرکتها و رؤسای آنها ثروت ایجاد کرده است همزمان این رابطه نامتعادل موجب کاهش و محدود شدن فرصتهای رشد و بکارگیری نوآورانه همان منابع به دست افراد با انگیزه دیگر شده است فرهنگ و قدرت طبقه متوسط رو به کاهش آمریکا در حال تحلیل رفتن است. وسعت، ثروت و قدرت شرکت‌ها به سرعت افزایش یافته است. افزایشی که اغلب به بهای از بین رفتن شرکت های کوچکتر و کارآفرین‌تر بوده است. امروزه شرکتها بیش از 90 درصد دارایی ها را در آمریکا کنترل می کنند و تأثیر بیش از حدی بر انتخابات ملی دارند. با اینکه دولت فدرال قدرت بسیار زیادی در اختیار دارد اما نمیتواند نیازهای شهروندانش را برآورده کند و در عین حال مقامات منتخب روز به روز تمرکز بیشتری برای تأمین بودجه برای انتخابات بعدی و برآوردن نیازهای شرکت‌های تأمین کننده این بودجه ها دارند دولت به ورطه کشمکش طرفداران متعصب احساب افتاده و به بنبست رسیده است دولت های ایالتی بلغوه توان بیشتری برای نشان دادن این اطاف و پاسخگویی به نیاز شهروندانشان دارند. اما ساختار قدرت فدرال و کمبود منابع حتی این قابلیت ها را نیز محدود می کند. تأثیر مشکلات دموکراسی های لیبرال بسیار فراتر از در و مرزهای خودشان است. در این برهه، توانایی بشر برای حفظ حیات زمین به شدت در معرض تهدید واقع شده است. جمعیت های به رشد، منابع طبیعی به کاهش، قدرت فضاینده شرکت ها و ناتوانی دولت های مرکزی در پاسخگویی به نیازهای مردم نشانه های این تهدیدند. منابع طبیعی که در دو قرن گذشته از آن بهره برده ایم به شکل قابل ملاحظی کاهش یافته و در حال از بین رفتن است. حفظ آنچه باقی مانده مستلزم مدیریت مداوم است. مدیریت صحیح و مسئولانه این منابع لازمه ای اساسی دسترسی و بهرهمندی از ثروت و گنجینه های جهان در آینده خواهد بود. ارتباط تنگ, تنگ جهان نیز فرصتی برای این امر فراهم می کند در حالی که منابع کاهش می و گزینه‌ها ها کمتر می شود فناوری و قدرت مردمی وجود یک دولت اجتماع محور پاسخگو را ممکن می سازد که بتواند مشکلات حیاتی را حل کند و بیش از پیش برای بخش بزرگتری از مردم رفاه به وجود آورد. با جمعیت های شهری بسیار متمرکز سنت های ساختار اجتماعی جماعت باور و دولت های ضعیف که نیاز مبرم به جایگزین شدن یا اصلاح دارند ملت های منطقه منا محل ایدئالی برای پیدایش این ساختار دولتی جدیدند. برای بهره بردن از این موضوع مردم مناب می باید از تجربه های دموکراسی غربی درس بگیرند و برای درک بهتر شرایط فرهنگی جوامع خودشان بیشتر تلاش کنند و راههای جدیدی را برای کار آمد کردن دموکراسی مورد بررسی قرار دهند. اکنون می تواند زمان آن باشد که منطقه محل پیدایش کهنترین تمدن بشری به جای پیروی از دیگران خود به الگویی برای آنها تبدیل شود. اگر فرقه ها و قبیله ها به عنوان شبکه‌های اعتماد به کار گرفته شوند، می توانند ساختارهای اجتماعی مثبتی باشند. این جوامع اغلب فاقد جامعه مدنی پیشرفته با پذیرش حکم فرمایی قانون هستند. با وجود این، این جوامع قدیمی اجتماعهای قدرتمندی دارند که بر اساس ارزشهای سنتی تشکیل شدند. به کارگیری مؤثر این گونه شبکه های اعتماد موجود شاید تنها راه ممکن برای ساختن دموکراسی‌های پایدار باشند. به کارگیری این گروه های متشکل در اداره دولت های اجتماع محور میتواند نیروی مثبتی برای تغییر باشد. مانیفست حاضر از ایده ایجاد شکل جدیدی از دموکراسی مستقیم اجتماع محور برای دفاع از خلاقیت، رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی در ایران و ملت‌های دیگر منا حمایت می‌کند. مانند جامعه دوران طلایی ایران نظام جدید قدرت اقتصادهای محلی را به کار خواهد گرفت که در آنها به مردم آزادی داده می شود تا خلاقیت و مهارتهای کارآفرینی مناسب را اعمال کنند. دموکراسی اجتماع محور به ایجاد همکاری سالم افراد خلاقی کمک می کند که از مجموع تک تک آنها فراتر است. علاوه بر این تغییر جهت از نظام متمرکز مبتنی بر منابع به ساختار قدرت اجتماع بفر میتواند موجب دموکراسی مستقیم و مسئولیت پذیری بیشتر در میان دولتهای محلی شود در حالی که تمرکز الگوی پیشنهادی بر ایران و منطقه مناست اصول و کلیاتی که مبنای این بحث را تشکیل می دهند می تواند بر گستره بزرگ از جوامع تعمیم داده شوند. دموکراسی مستقیم در مقابل دموکراسی لیبرال دموکراسی لیبرال بر مشارکت شهروندان در دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه نمایندگان در یک فرایند سیاسی رقابتی تاکید می کند. در حالی که نمایندگی منافع شهروندان در نظام حاکمیت دموکراتیک ضروری است. انتخابات به تنهایی برای تعریف دموکراسی کافی نیست. تعریف دموکراسی با عنوان نمایندگی منتخب فقط حقوق و مسئولیت های یکایی که شهروندان را به رأی دادن به مسئولان دولتی در چرخه های انتخابات کاهش می دهد. بحران فعلی مشروعیت یا قانونمندی دولت در دموکراسی های لیبرال غربی تا حدی ریشه در مسائل ساختاری دارد که قدرت یکایی که شهروندان را کاهش می دهد و فرایند دموکراتیک را سست می کند. در اینجا به طور خلاصه به چند مورد از این مسائل و پیامدهای آنها برای دموکراسی اشاره می کنی. قدرت ستانی از شهروندان فرایند دموکراتیک در دموکراسی‌های لیبرال جایگاه شهروند را به یک رای دهندگی منفعل کاهش داده است کل فرایند سیاسی، حول بازاریابی، تحریف و تقلب، مبارزه های تبلیغاتی با بودجه های کلان و تشکیل گروه های کاذب از عامه مردم می گردد که همگی برای فریب رای دهندگان به رای دادن به یک کاندیدا یا حزب طراحی شده است. وقتی انتخابات به پایان میرسد بسیاری از شهروندان کنترل را به نمایندگانشان واگذار میکنند که تا زمان انتخابات بعدی پاسخگوی کسانی که به ایشان رأی دادند نیستند و حتی آن زمان هم از طرف صندوقهای بزرگ مبارزات سیاسی حمایت میشوند. این وضعیت البته فرایند دموکراتیک را به سخره می گیرد. دموکراسی حقیقی در برگیرنده ی مسئولیت پذیری سیاسی و نیز مشارکت مستقیم شهروندان در تعیین شرایط زندگیشان است. درست است که نمایندگی یکی از جنبه های اصلی دموکراسی است اما به تنهایی کافی نیست. تعیین اعضای دولت به دست صاحبان منافع خاص تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست سازمان های بزرگ به ویژه شرکت هایی که حقوق قانونی بی به آنها داده شده است مانع از رشد فردی شده و نابرابری گسترده در توزیع منابع به وجود آورده است. بروکراسی در مقیاس گسترده و ناکار آمدی رویه ها. ماهیت تخصیص منابع که در دموکراسی های لیبرال در دست دولت مرکزی است نیازمند یک ساختار عظیم بروکراتیک برای جمع آوری اطلاعات لازم برای ارائه خدمات در سطح محلی است. هزینه تبادل برای این کار دشوار سرسام آور و اغلب بی نتیجه است زیرا راه حلایی که دولت فدرال ایجاد کرده ممکن است با شرایط محلی در تمام مناطق هماهنگ نباشد تعمیم بافت شرایط موجود در سطح یک جامعه محلی به سطح ملی دشوار است و مداخله های از بالا به پایین که توان حل مشکل محلی را تضعیف می کند موجب از دست دادن بسیاری از فرصت ها شده است. برخلاف دموکراسی لیبرال، دموکراسی مستقیم بر مشارکت گسترده و فعالانه مردم در ساختار سیاسی و فرایندهای تصمیمگیری تمرکز می کند. این نوع دموکراسی به تمام اعضای اجتماع اجازه می دهد به تصمیمگیری هایی که بر زندگیشان تأثیر می گذارد و تخصیص منابع اشتراکیشان کمک کنند. در عمل دموکراسی مستقیم فقط در سطح محلی ممکن است زیرا مقیاس مسائل و پیچیدگی مشکلات در سطح ملی مشارکت مردم را در مسائل ملی چالش برانگیز می کند. کسی مناسب تر از خود اعضای جامعه وجود ندارد که مشخص کند برای بهبود کیفیت زندگی در یک جامعه چه کارهایی باید انجام شود. آبای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط اده علاق من به کتاب با دقدقه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده. و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.